به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. دوره چهارم کلاس اقتصاد کلان را آغاز می کنیم با فصل 8 کتاب اقتصاد کلان آقای منکیو. خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که تا کنون از کلاس ها راضی بوده باشید. این کلاسی که امروز ما شروع می کنیم، این دوره که شروع می کنیم، احتمالاً شما رو بیشتر راضی کنه. دلیل هم این هست که مطالب ملموستری رو ما انشاءالله در این کلاس بنا داریم که مطرح کنیم، مطالبی که در واقع با زندگی میلیاردها انسان در کره زمین کاملا در واقع در ارتباط هست. منتها ما داریم این دفعه وارد اقتصاد بسیار بلند مدت میشیم. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که وقتی شما تحلیل اقتصادی انجام میدید، ممکنه تحلیل اقتصادی کوتاه مدت انجام بدید، ممکنه تحلیل اقتصادی بلند مدت یا به عبارتی میان مدت انجام بدهید و ممکن هست تحلیل اقتصادی بسیار بلند مدت انجام بدهید. در تحلیل اقتصادی بسیار بلند مدت شما روند اقتصادی یک کشور رو برای مثلا 40 سال، 50 سال آینده در واقع در نظر میگیرید و این روند اقتصادی رو سعی میکنید که تحلیل روش داشته باشید، که خیلی خیلی مطلب مهمی است، باید به این مسئله دقت کنید. بسیار خوب، من قبل از اینکه شروع کنم، ببینید فصل 8 کتاب آقای منکیو یک مدلی رو معرفی خواهد کرد به نام مدل سولو. منتها مدل سولوی که اینجا معرفی میشه یک مدل سولوی بسیار ساده هست. حالا سولو کیه؟ سولو یکی از برندگان جایزه نوبل هست، یکی از بزرگترین اقتصاددانان دنیا هست. آقای سولو یک مدل خیلی خیلی ساده مطرح میکنه و نشون میده. حالا چرا این مدل برای ما مهم هست؟ یکیش همین سادگیش هست. چون ساده است مدل سولو، بنابراین همین سادگی باعث میشه که جا باز کنه. حالا این مدل فقط توسط آقای سولو مطرح نشده، همزمان توسط آقای سولو مطرح شد و توسط آقای سوان. پس بعضی وقتا تحت عنوان سولو سوان مدل یا مدل سولو سوان شناخته میشه. منتها چرا آقای سوان برنده جایزه نوبل نشد؟ چون بر جایزه نوبل رو فقط به یک ایده خاص نمیدهند. شاید فقط یک بار بوده که جایزه نوبل رو به خاطر مدل بلک شولز، که بعضی از دوستان که در کار فایننس هستند و در کار در واقع بازارهای مالی هستند با مدل بلک شولز آشنا هستند برای قیمتگذاری اختیار معاملات. مدل بلک شولز رو اگر که در واقع در نظر بگیریم، مدل بلک شولز یه دونه فرموله که البته خیلی سخت این به این فرمول رسیدن، یک مدل فرمول خیلی پیچیده‌ای بوده و واقعا راهگشا بوده. به خاطر به دست آوردن این فرمول، دو نفر از 3 نفری که این فرمول رو ابداع کرده بودن جایزه نوبل دریافت کردن. بلک شولز مورتون که 3 نفر جایزه نوبل دریافت کردن. یکی قبل از اینکه جایزه نوبل رو دریافت کنند، این 3 نفر، یعنی یکی از اون 3 نفر متاسفانه فوت شد و جایزه نوبل رو نگرفت. اما برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد معمولا کسانی هستند که یک پارادایم جدید، یک علم جدید به وجود می آورند. من خاطرم از وقتی دانشگاه ویرجینیا تک بودم، ما یک استادی اونجا داشتیم به نام پروفسور بوکنن. پروفسور بوکنن برنده جایزه نوبل بود و ما هر روز از کنار دفتر این رد می شدیم و اون زمان چون ما جوان بودیم متاسفانه اطلاع نداشتیم که چه گوهر ارزشمندی در همین دانشکده ما حضور داره و دفترش همسایه ما هست، دفترش کنار دفتر ما هست. آقای پروفسور بوکنن یکی از بزرگترین برندگان جایزه نوبل بوده. چرا بزرگترین برندگان جایزه نوبل بوده؟ پروفسور بوکنن دو علم اقتصاد رو به وجود آورده، دو زیرشاخه اقتصاد رو پروفسور بوکنن به وجود آورد. یکی پابلیک اکنامیکس بود و دیگری پولیتیکال اکنامیکس بود. هر دو رو پروفسور بوکنن به وجود آورد و پروفسور بوکنن کسی بود که یک خارجی بود. منظور از خارجی این نیست که آمریکایی نبود، ایشون آمریکایی بود، ولی جزء آیوی لیگ نبود. آیوی این درخت، این بوته هایی هستن که روی دیوار رشد میکنن، به دیوار میچسبن، بالا میرن، برگای بزرگی دارن. این خیلی خیلی واقعا روح افزا هست این گیاه. چند دانشگاه در آمریکا
یک حیات مرکزی داشتند که این حیات مرکزی رو از این گیاه ها کاشته بودند، گیاه آیوی کاشته بودند، و این دانشگاه های مشهور و دانشگاه رد اول امریکا تحت عنوان آیوی لیگ شناخته می شدن، مثل مثلا دانشگاه هاروارد، مثل دانشگاه پرینستون. اینها آفرین آقای بکیخان نوشتن پیچ چسبک، دقیقا در ایران هم هست، یا پیچ چسبک. به هر حال این دانشگاه ها واقعا کلاب دربسته هست، یعنی کسی که شانس بیاره و وارد این دانشگاه بشه دیگه برای همه عمر بالاخره بار خودش رو بسته. و معمولا این در واقع ژورنال های اقتصادی معمولا از همین دانشگاه ها مقالات رو چاپ می کنند و این دانشگاه ها از همدیگه استخدام می کنند. سنتی مثل ایران نیست که دانشگاه بتواند دانشجوی خودش رو استخدام کنه، معمولا خیلی حالت منفی و بدی داره، یعنی احساس می کنند یک حتی ناسزایی هست، دشنامی هست در زبان انگلیسی. که من خاطرم از یک فیلمی رو یک بار می دیدم، یک نفر از ماشین خارج شد، یک ماشین اومد جلوی مثلا ماشین و ویراج داد، اون راننده از ماشین پیاده شد، خواست به ایشون مثلا ناسزا بگه، گفت این بریدینگ یعنی درونزایی، یعنی مثلا یک نوع ازدواج فامیلی و خانوادگی. اطلاع داری که در ازدواج فامیلی و ازدواج خانوادگی اگر که جنها معیوب نباشه اتفاقا خیلی هم خوبه، حتی اقوامی هستن اینها فقط بین همدیگه ازدواج میکنن و هیچ مشکل ژن معیوب ندارند. ولی اگر ژن معیوب در درون خانواده باشه، با ازدواج فامیلی و ازدواج خانوادگی به شدت این در واقع ژن‌های معیوب به شدت آثار بیشتری باقی میگذارن و احتمال اینکه فرزندی که از این در این خانواده جدید به دنیا میاد هم مشکلات مثلا معلولیت ذهنی یا جسمی داشته باشه خیلی بالا میره. بنابراین این مسئله درونزایی یا درون خانواده، مثلا ازدواج درون خانواده و زاد و ولد درون خانواده، یک چیز منفیه در این فرهنگ که تحت عنوان کالت کالچر هم شناخته میشه. اینها در این مسئله در واقع مسائلی که ما الان میخوایم مطرح کنیم که چرا یک کشوری میشه جمهوری چاد، یک کشوری میشه جمهوری افغانستان، یکی هم میشه سوئیس و ژاپن و سنگاپور و آلمان، و این تفاوتشون در چیه؟ ما میخواییم مسائل رو انشالله با همدیگه بررسی کنیم. صحبت این هست که دانشگاه های آیوی لیگ یک حالت ازدواج درون خانوادگی متاسفانه دارند، یعنی از خودشون دانشجو میگیرن، منتها چون این دانشجو از خودشون استاد میگیرن، یعنی وقتی که دانشجوی دکترا دفاع میکنه مثلا در هاروارد، گاوبندی پشت سر میکنن که این دانشجوی دکترای هاروارد بره مثلا دانشگاه شیکاگو، دانشجوی دکترای شیکاگو بره دانشگاه هاروارد. من یک بار یک خطایی کردم، خدا ما رو ببخشه، ولی واقعا به خاطر کشورم این کارو کردم بیشتر. من در دانشگاه شیکاگو، در دانشکده لا، در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو ما دوره میدیدیم و من متوجه شدم که دانشجوهای دکترای اقتصاد از دانشگاه آیوی لیگ جمع شدن در دانشگاه شیکاگو و بنا هست که حدود یک هفته به اینها آموزش بدهند. من به طور همینجوری سرزده سرمو انداختم پایین و وارد این سالونی شدم که این دوره داشت برگزار میشد و اینها من رو شناختند و گفتن دیگه شما نیاد، و من گفتم خب من اونجا ثبت نام کرده بودن، گفتن اشتباهی اومدی تو این سالون، نباید میومدی. ولی واقعیتش این است که من متوجه شدم که خیلی از آموزش هایی که اونجا میدادن برای مثلا مقاله چاپ کردن، این آموزش ها رو بیرون ارائه نمیدادن. این آموزش ها مثلا در کتاب های درسی نبود، در پادکست ها نبود، در فیلم هایی که اساتید از کلاس هاشون منتشر میکنند نبود، یعنی بخشی از علم رو متاسفانه مخفی میکردن. این واقعیت جهان علمی هست. حتی باور بفرمایید همین مطالبی رو که ما الان خدمت شما ارائه میدیم، من خیلی خیلی با سختی دنبال کردم. یک دوره مثلا دانشگاه کمبریج دیدم، یک دوره دانشگاه LSE دیدم، دو دوره دانشگاه شیکاگو دیدم، یک دوره در ترنتو ایتالیا با آقای پروفسور استیگلیتس بودم، یک دوره در دانشگاه سنفای اسپانیا بودم، یک در واقع سفری به ژاپن توکیو داشتم، همش هم هزینه‌اش خودم دادم. یعنی فکر نکنید که مثلا دولت مثلا ایران گفته که حالا ما به خاطر اینکه مثلا زندگی مردم، معیشت مردم رو نجات بدیم
حالا نه من، هر کسی مثلا بالاخره یکی از دوستان خودمون رو بفرستیم آموزش ببینه برگرده. و من هر کدوم از اینها رو که شرکت میکردم وقتی میفهمیدن ایرانی هستم و وقتی سوالاتی که میپرسیدم میفهمیدن اینقدر جدی است، اینها واقعا تصورشون این بود که کل دولت ایران پشت من هست و در واقع من فرستاده دولت ایران هستم و هیچ وقت هم اینو مطرح نمیکردن که من بهشون بگم که بابا اگر دولت ایران واقعا اینقدر در واقع مآل اندیشی داشت، اینقدر واقعا در واقع عقلانیت وجود داشت که وضع کشور، وضع اقتصاد کشور که خیلی خیلی بهتر از اینها بود. این رو خدمت رو عرض میکنم. من در دانشگاه ورجینیا تک که بودم، استادی اونجا بود که عضو آیوی لیگ نبود، هیچ وقت عضو اون کلاب دربسته نشده بود و با این حال ماشاءالله با درایتی که داشت، با هوش سرشاری که داشت و با اندیشه درستی که داشت، آقای پروفسور بوکنن برنده جایزه نوبل شد و یکی از معدود برنده های جایزه نوبل هم هست که یک مقداری حالت ایدئولوژیک هم داره. یعنی اگر شما لیبرتاریان ها رو بشناسید که در ایران هم حضور دارند و یا مثلا مکتب اتریش رو بشناسید، یکی از بزرگان این قشر از اقتصاددانان آقای پروفسور بوکنن هست که جایزه نوبل گرفته. یکی دیگه شون که جایزه نوبل گرفت آقای هایک بود، یکی از اساتید عزیز که از دوستان بنده بود. ایشون اخیراً یک سخنرانی کرده در مورد آقای هایک و سخنان ناروایی در مورد هایک مطرح کرده و حالا حتی در حد ناسزاگویی به آقای هایک. واقعیت رو خدمت شما عرض کنم، با اینکه بنده به اون مکتب ایدئولوژیک اعتقاد ندارم و عضو اون کلاب ایدئولوژیک نیستم، ولی تا امروز من نشده مطلبی از هایک بخونم و به درستی مطلب اذعان نکنم. و به شما هم توصیه میکنم انشالله در آینده اگر فرصت کردید مطالب آقای پروفسور بوکنن، مطالب آقای هایک رو اگر به علم اقتصاد علاقمند هستید، اگر به پیشرفت علاقمند هستید بخونید. علی ای حال، ببینید این مدلی که اینجا مطرح میشه، آقای سولو و آقای سوان هر دو این مدل رو کشف کردن، دو چاپ کردن، همزمان ارائه دادن، ولی جایزه نوبل به آقای سولو رسید. چرا؟ برای اینکه آقای سولو ادامه داد، آقای سولو صبر نکرد، یعنی متوقف نشد. آقای سوان همین که این مدل رو داد رفت سراغ مطالعات دیگری، یعنی ارزش این مدل رو متوجه نشد که این مدل، همین مدل سولو سوان، همین یک مدل باعث شد که ملت‌های زیادی از فقر به در بیان. همه مثل ما که نیستن که با مظاهر علم و تمدن بشری مقابله کنند، حالا هرچه که میخواد باشه، فقط تقلید داریم، واردات داریم، بهترین موبایل رو باید مصرف کنیم، ولی وقتی به اندیشه میرسه، به دانش میرسه، به فکر میرسه، متاسفانه تقابل شکل میگیره در تمام گروه ها، در تمام گروه های سیاسی اعتقادی ایرانیان مقیم ایران و خارج از کشور هم متاسفانه این مسئله هست. یعنی علم گریزی و ضدیت با علم متاسفانه وجود داره و ما جلو که خواهیم رفت شما خواهید دید که اتفاقا همین مسائله که باعث میشه یک کشوری عقب بمونه و یک کشوری جلو بره. تفاوت آقای سولو و آقای سوان این بود که آقای سولو حدود شاید 50 سال، یعنی از سال 1956 تا فکر میکنم هنوز آقای سولو زنده هستند، تا امروز آقای سولو به فعالیت‌های خودش ادامه داده در جهت ارتقاء کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه و حتی در کشورهای پیشرفته. سوال اینه که چگونه استاندارد زندگی یک کشور به میزان پسنداز و نرخ رشد جمعیت آن بستگی دارد. ما فعلا در این چپتر، در این فصل خاص، خیلی بطی، خیلی جزئی به یک سوال خیلی ساده میپردازیم. میگیم تأثیر نرخ رشد جمعیت چیه؟ تأثیر پسنداز چیه بر رشد اقتصادی؟ ولی فقط اینها نیست، عوامل متعدد ما پیدا کردیم که ممکنه که بر رشد اقتصادی اثر مثبت یا اثر منفی بگذارد. من حالا یک سوالی از شما میپرسم، چون متکلم وحده شدم برای چند دقیقه. دوستان عزیز در چت برای من بنویسید که چه عواملی ممکنه تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشه. اشتغال، نخیر آقای زندیانی، اینطور نیست. اشتغال در واقع متغیر درونزا به یک عبارتی میتونه به حساب بیاد. دقیق میفرمایید، یعنی وقتی شما توسعه داشتید، رشد داشتید، اشتغالتون هم، نرخ اشتغالتون بالاست، پارتیسیپیشن ریت بالاست، آن ایمپلویمنت یا نرخ بیکاری پایینه. نرخ بهره هم درست نبود آقای از دوست عزیز ما، نرخ بهره رو مطرح کردن آقای کمالزاده. نه، نرخ بهره هم نیست، نرخ بهره هم یک متغیر درونزاست که حالا ما اون تأثیر بلند مدت رو ندیدیم. اینکه
حالا نه کاهش نرخ بهره که آقای صالحی خیلی وقتا میتونه بسیار منفی باشه. اما آقای میرزایی فرمودن که سطح تکنولوژی کاملا درسته، منتها سوال اینه که سطح تکنولوژی چگونه ممکنه که باعث رشد و توسعه بشه. سن جوان جمعیت رو نوشتن آقای حسینی پور، درسته، یا جمعیتی که در حال کار هست، جمعیتی که به کار می آید، این در واقع این افراد میتونند به توسعه در واقع کمک کنند. آدمای کاهش چی؟ عدم کاهش نرخ ارز. نه، نرخ ارز هم تاثیر نداره. اینها اقتصاد بسیار بلند مدت نه به نرخ ارز تاثیر در واقع بستگی داره، نه به نرخ بهره بستگی داره، نه به نرخ اشتغال بستگی داره. این وقتی رشد داشته باشید، وقتی انباشت سرمایه داشته باشید، همه اینها، همه این مسائل حل میشه. مشکل اساسی ما اینه. حتی مالیات، آقای کمالزاده که فرمودید، مالیات یک تأثیری یک جایی میگذاره که ما اتفاقا در همین جلسه انشالله به مسئله مالیات خواهیم رسید. یک جایی میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی به طور کلی این که بگید مالیات باید بالا باشه، پایین باشه، اینها حالا در ادبیات انقدرها شاید روش کار نشده که یک مثلا تئوری زیبایی بدیم که حالا مثلا نرخ مالیات چقدر باشه. اتفاقا قبل از کلاس داشتم فکر میکردم اینو خدمتتون عرض کنم یا نکنم، چون بعضی از مسائل عقاید خودم هست، ولی گفتم که حالا که آقای کمالزاده نوشتن من خدمتتون عرض میکنم. ببینید، کشورهای پیشرفته معمولا نسبت مالیات به تولید ناخالص ملیشون در یک سطح خاصیه. اگر شما میخواید، بعضیا میگن که باید دولت از اقتصاد خارج بشه. خب کدوم دولت ها کوچکترین نسبت به اقتصاد؟ مثلا دولت جمهوری چاد خیلی کوچکه نسبت به تولید ناخالص ملی. آیا این کشور پیشرفته است؟ از اون طرف بالاترین نسبت های در واقع مالیات مثلا به تولید ناخالص ملی رو شما در کشورهایی میبینید که بسیار پیشرفته هستند. اگر برخی فکر میکنن مثلا آمریکا پیشرفته است، وقتی معیارهای اجتماعی اقتصادی رو در نظر میگیریم، شاید 20 تا 30 تا کشور شما پیدا کنید که در بسیاری مواقع از آمریکا پیشرفته تر هستند. حالا بعضی از اینا رو که میبینید، مثلا سوئد، نروژ، دانمارک، کشور اسکاندیناوی، کشور فنلاند، میبینید نسبت مالیات به تولید ناخالص ملیشون خیلی بالاست. کشور ژاپن نسبتاً بالاست، کشور استرالیا خیلی بالاست. دقیق میفرمایید و نرخ‌های مالیاتی اونجا بالاست. آیا واقعاً اینکه دولت کوچک باشه به نفع اقتصاده؟ نمیدونیم. آیا دولت، اگر دولت بزرگ باشه به ضرر اقتصاده؟ نمیدونیم. ولی حاکمیت باید حاکمیت قوی باشه، اینو میدونیم. اقتصاد ایران، دولت ایران، دولت مرکزی ایران، نقشش در اقتصاد به مراتب کمتر از کشورهای پیشرفته است. حتی کشور امریکا رو که شما در نظر میگیرید، نرخ مالیات به تولید ناخالص ملی، یعنی نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی رو اگر در نظر بگیرید در کشور امریکا، یه چیزی حدود 25%، ولی در دولت ایران یه چیزی حدود 15%. ببخشید، نسبت هزینه های دولت رو به تولید ناخالص ملی که در نظر بگیرید، برای دولت ایران یه چیزی حدود 15%. و وقتی که شما هزینه های مالیاتی رو در نظر میگیرید، یعنی نسبت مالیات اخذ شده از جامعه رو به تولید ناخالص ملی در نظر میگیرید، یه چیزی حدود 8%. و در شرایط تحریم و رکود این 8% هم به حدود شاید حدود 6% کاهش پیدا کرده. بنابر این ما یکی از کشورها هستیم که اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنیم. بعد این مالیات که پرداخت نمیشه، خب طبیعیه که مثلا تولید برق هم انجام نمیشه، هرچند که تولید برق باید توسط بخش خصوصی صورت میگرفت. جاده هامون هم داره از بین میره، کل اقتصاد، کل کشور در حال متاسفانه در حال استهلاک هست که ما به این مسئله بعداً خواهیم پرداخت. باز بودن اقتصاد، اینکه باز بودن اقتصاد به نفع اقتصاد هست، به رشد منجر میشه، به رشد بلند مدت منجر میشه یا نه، آی نوروزی، ما به اون صورت اویدنس نداریم. یک اویدنس های داریم، حالا من خدمت شما عرض میکنم چون شما نوشتید اینجا. دقت بفرمایید، ببینید، مثلا کشورهایی که به آبهای آزاد دسترسی ندارند معمولا عقب افتاده هستند، عقب افتاده تر هستند. اصلا یک عاملی که واقعا همه اقتصاددانان رشد و توسعه میتونن روش قسم بخورن از نظر جغرافیا این هست که کشور آیا به آبهای آزاد دسترسی دارد یا ندارد. حالا دقت بفرمایید، پس آبهای آزاد خیلی مهمه. به این مسئله شما دقت بفرمایید، از من داشته باشید اینا رو. خیلی خوب، پس باز بودن، حالا ممکنه به طور مشخص مثلا الان صنعتی ترین کشور دنیا به نظر من آلمان و شاید امریکا باشن. از نظر پیشرفت تکنولوژی امریکا شاید برتر باشه، ولی از نظر صنعتی من فکر نمی کنم هیچ اقتصادی در دنیا به آلمان برسه.
اقتصاد آلمان صادرات وارداتش به طور ناخالص ملی بالاست. پس اقتصاد آلمان یک اقتصاد باز هست. ولی اقتصاد ژاپن یک اقتصاد حالا نسبتا بسته است. ولی حتی اگر آلمان هم شما در نظر بگیرید، هم آلمان هم ژاپن نسبت فقط خدمات در کل تولید ناخالص ملیشون یه چیز حدود 80%، 78 تا 80%. دقیق می‌فرمایید، یعنی کل این صنعت و کل کشاورزیشون همه روی همدیگه 20%. 80% خدماته. پس اینها رو اگر کسی گفت که صنعتی شدن معادل توسعه هست، اینها رو جوکه ها، این جوکا رو ما ایرانی‌ها خیلی دوست داریم. دقیق می‌فرمایید، من ببخشید این دوستانم یکیشون بهشون برخورده بود، یکی از دوستان نوشته شما چرا تند صحبت می‌کنید، چرا فقط خودت رو چی میدونی، من کیت، ولی مطمئن باشید من در مقابل سخنان باطل میایستم. تا الان کارم همین بوده، روشم همین بوده و از این بعدم قطعا مطمئن باشید ادامه خواهم داد. چرا نایستیم وقتی که افراد میان ادعای باطل میکنن وضعیت کشور رو به اینجا رسوندند؟ 50 سال یک سری ایده های چپگرایانه غلط در حاکمیت مطرح شده، در سیاست گذاری مطرح شده. چرا ما حرف حق رو نزنیم؟ بله، حالا نکته دیگه نوشتن امنیت. امنیت کاملا درسته، تحلیل هایم وجود داره که نشون میده امنیت خیلی مؤثر روی رشد و توسعه اقتصادی. حالا من یک سری آمارا اینا رو خدمتتون نشون میدم، امیدوارم حذف کنید یه ذره، بعد میبینید که نقش داره. یعنی همین با چشم عادی مقدار بررسی که بکنید متوجه میشید که اگر جنگ نشه، اگر امنیت باشه، کشور پیشرفت میکنه، کشور جلو میفته. سرمایه گذاری گفتن نه، سرمایه گذاری بله و خیر. آقای باختر، سرمایه گذاری بله و خیر. تورم کم آقای کیخا جالب بود. تورم کم ندیدم، یادم نیست کسی روی تورم کار کرده باشه. رابطه تورم بلند مدت، سطح تورم بالا در بلند مدت و نرخ رشد اقتصادی رو به نظرم خیلی منطقی میرسه. بعدی افزایش تولید. نه، ببینید این جی دی پی، افزایش تولید، نه، اینها ببینید اینها عامل توسعه هستند. اینها انباش سرمایه شما داشته باشی، تولیدم داری. تولید علوم کاربردی، بله آقای اکبری فرد، دقیقاً علوم کاربردی، باریکلا. ولی مطالعاتی هست که نشون میده علوم محض هم تا اونجا که خاطرم هست، یعنی پیپرهای یادم میاد، چون من الان یه زمانی خیلی این مطالب رو میخوندم ولی الان حدود 10 سال از اون زمان گذشته. تا اونجایی که خاطرم هست حتی علوم محضم به توسعه میانجامید، حتی علوم کاربردی که مشخصه ولی علوم محضم میانجامید. پنجره جمعیتی هم مسئله جمعیت هست، نکته خاصی نیست. پنجره جمعیتی رو مطرح کردیم. سرمایه نیرو انسانی، آموزش، آقای نجفی گفتن آموزش ممکنه و ممکنه نباشه. به آموزش ما دوستان در زبان انگلیسی به آموزش، یعنی در ادبیات رشد و توسعه به آموزش چی میگیم؟ کسی میدونه؟ کسی میتونه بنویسه که ما آموزش رو چی میگیم؟ سطح سواد جامعه همون آموزشه، بله خانم عفیفی گفتن. ولی سطح سواد ممکنه، یعنی یه چیزایی ما داریم. منتها خانم عفیفی، سطح سواد کی؟ یه مقدار روش فکر کنید، خیلی خیلی چیزا یاد میگیریم. جریان صادرات و واردات ممکنه، معلوم نیست. عرض کردم باز بودن و بسته بودن اقتصاد خیلی وقتا به خاطر اینکه حجم اندازه اقتصاد مخصوصا خدمات بزرگ میشه، نسبت صادرات و واردات به کل تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه. میزان سرمایه گذاری یک متغیر درونزا میتونه باشه، ولی یک مقداری نکاتی که میفرمایید درست هست، باید دقیق باشه. سرمایه و نیروی کار، بله، این که مطلب کلیه. ما میخوایم ببینیم چگونه ممکنه. ببینید سرمایه و نیروی کار رو هم جمهوری چاد داره، هم کشور فدرال سوئیس داره. چرا سوئیس اونقدر پیشرفت کرده، جمهوری چاد پیشرفت نکرده؟ هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه داره. منابع طبیعی خانم عفیفی، خب میدونید دیگه، نقش منفی داره. یعنی هر چی منابع طبیعی بیشتر باشه، نرخ رشد اقتصادی میتونه عقب بیفته، جلو نره هیچی عقب هم بیفته. افزایش سرمایه‌گذاری و شبخایی گفتن، توضیح دادم. منطقه جغرافیایی توضیح دادم. افزایش تولید، صادرات، افزایش بهره‌وری. افزایش بهره‌وری صحبت خیلی عامیه. چطور افزایش بهره‌وری اصلا صورت میگیره؟ اینها مسئله است. بسیار خوب. دیگه بله، گفتن نرخ‌گذاری دستوری خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها رو از بین می‌بره. بله، خیلی مشکل است. یعنی واقعاً اگر می‌خواستیم کشور رو از بین ببریم، همین سیاست‌ها باید اجرا می‌شد که اجرا شده.
نمونه شرکت علی بابا، این درسته. اینکه علی بابا در یک کشوری رشد کنه، اون کشور پیشرفت پیدا میکنه، درسته. اینکه چگونه ممکنه علی بابا ها به وجود بیان، نه علی بابا و 40 دزد بغداد، اون علی بابا که الان در چین هست. دقیق میفهم اون 40 دزد بغداد باعث بدبختی و بیسامانی اقتصاد ها میشوند. نظام آموزشی اصولی. آها، من یه سوالی کردم، امید به آینده ممکنه. آفرین آفرین آقای زندیانی، امید به آینده رو ما یک اصطلاحی براش داریم، زیر ساخت. بله آقای متقی، زیر ساخت کاملا درسته، سیاست گذاری صحیح کاملا درسته. تورم بالا خب منفیه دیگه. آموزش کار تیمی، کار تیمی و گروهی. آها کار تیمی، بله بله. از دبستان استاد همیشه رشد اقتصادی موجب افزایش نرخ ارز میشه. خیر 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 آقای صالح، نرخ تشکیل سرمایه حقیقی، این که سرمایه گذاری باشه، منظور آقای آروین آقای خرمدوست اینه. خب بچه ها دوستان، من سوالی کردم یکی هم جواب نداده. من عرضم این بود که آموزش در ادبیات رشد و توسعه آموزش رو چی میگیم؟ در ادبیات رشد و توسعه یک بنده خدایی برای من نوشتن، فکر کنم در این کلاس هم دیگه حضور ندارن، اگه حضور دارن بفرمایید بعداً با هم صحبت میکنیم. نوشته بودم ما اساتید برجسته از دانشگاه برجسته داریم و شما چرا اینجوری صحبت میکنید و اینها. خودتون رو محروم نکنید از این کلاس، توصیه‌ام این هست. اینجور که فکر میکنید خودتون رو محروم میکنید، برای من که فرقی نمیکنه که، ما صحبت خودمون رو میکنیم. آموزش فنی حرفه‌ای بله، یادگیری ایجوکیشن خیر خیر آقای حسینی پور، آقای زندیانی. دوستان ما آموزش رو چی میگیم؟ نه ترینی نمیگیم، خیر خیر. یعنی اینجا چند نفر ما اقتصاد خونده داریم؟ چرا نباید بدونید که به آموزش در ادبیات رشد و توسعه چی میگیم؟ نه لرنینگ نمیگیم مطلقاً. اصلاً در مقابل لرنینگ. آه نه اصلاً. آقای کمالزاده خب اینو زودتر مینوشتی دیگه. یعنی یکی از مهمترین ابعاد توسعه این هست که لرنینگ بای دوینگ داشته باشید. اون لرنینگ آموزش نیست. لرنینگ چیه دوستان؟ لرنینگ چیه؟ لرنینگ ترجمه چی میشه؟ آها یادگیری. یادگیری با آموزش خیلی فرق داره عزیز من. نه یادگیری ما یه آموزشی میدیم شما یاد میگیرید، یادگیری اونی که واقعا گرفتید شما. آها لرنینگ بای دوینگ، بله آموختن با تمرین. آموزش هینه کار، نه آموزش کاربردی ها، آموزش هینه کار، آموزش هینه خدمت، یادگیری کار محور، نه آموزش هین خدمت. یعنی نه اینکه برید یاد بگیریم اونطا کاربردی یاد بگیریم. آقای زندیانی یادگیری با عمل، کار ورزی، باری کلا. آقای کیخو عجب لغتی در آوردی، من اگه بخوام این کتابا رو بنویسم ترجمه کنم این لغت خوبی بود، کار ورزی خیلی خوب بود. ولی کسی ندونست که آموزش شما چی میگیم در ادبیات اقتصاد. کارآموزی همون چیز دیگه، همون کارورزی و کارآموزی، همون لرنینگ بای دوینگه. ولی هیچ کس نگفت آموزش شما چی میگه. خب دوستان عزیز، آموزش میشه سکولینگ. سکولینگ حالا سکولینگ یعنی چی؟ سکولینگ یعنی چی دوستان؟ کی میتونه ترجمه فارسی برای سکولینگ پیدا کنه؟ طلبگی. نه، طلبگی خیلی لغت خوبیه. طلبگی یعنی طالب علم باشی، یعنی به دنبال علم باشی. مکتب آموزی قشنگ بود، قشنگ بود. حالا مکتب یعنی چی؟ مکتب یعنی محل کتابت، محل آموزش. نه همون شما همون آموزش رو دارید میگید خانم همایون فر. آموزش کلاس شده، نه مشق کردن، نه یادگیری پیوسته و آکادمیک، نه. میخوام براش فارسی پیدا کنم که یادگیری برنامه ریزی شده. آها آموزش آکادمیک. آموزش آکادمیک هم ممکنه کسب دانش. نه چجوری بگیم خدایا، یعنی تعلیم. نه تعلیم شاید مهارت آموزی. نه اصلا دقیقا معنی عکس مهارت آموزی میده خانم هومنفر. ببین سکولینگ، نه آموزش هدفمند هم نمیشه، پرورش اصلا، تدریس. آره آقای ملایی درست گفتن، تدریس. یعنی آموزش
خدای چجوری بگیم، یعنی من چون لغتی براش داشتم پاس کردن، دقت فرمایید، پاس کردن سال اول، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، دیپلم، لیسانس، ارشد، دکترا، فوق دکترا، آقای پروفسور فلانی. چجوری پروفسور شد این آقای فلانی؟ چطور پروفسور شد این آقای فلانی؟ رفته سر کلاس نشسته، کاری کرده، چیز یاد گرفته، معلوم نیست، اصلا مشخص نیست. آیا این آموزشی که داده شده طی مراحل مدرسه ای، باره آموزش مدرسه ای بهش میگن، آموزش عملی، مطلقا آموزش عملی منظور نیست، اصلا برعکس هست، یعنی آموزش، یعنی طی مدرک، آها مدرک، چی میگفتن؟ مدرک گرایی. ببینید، آها مدرک گرایی، ببینید میشه اسکولینگ، اسکولینگ. خب حالا نشون داده که کشورهایی بودن که اسکولینگشون خیلی بالا بوده ولی مطلقا به رشد و توسعه نینجامیده. مثلا کشوری بوده که هیچ کدوم از اسکولینگ منفیه، منفی نیست ولی یه مقدار، آره یه مقدار بار منفی در مقابل لرنینگ بای دوینگ قرار میگیره، در مقابل لرنینگ قرار میگیره، در مقابل ترینینگ قرار میگیره. دقت میکنه؟ اسکولینگ یعنی مدرک، یعنی مدرک گیری، مدرک، تحصیل مدرک. دقت میفرمایید؟ این حالا میبینیم که خیلی از کشورها که روی آموزش پرورش سرمایه گذاری کردن به صورت کمی نه کیفی، هیچ تأثیر مثبتی روی در واقع تولید، روی هیچ پیشرفتی رو شاهد نبودن. برعکس کشورهایی که روی آموزش کمی، روی آموزش کیفی تأکید کردن، مثل مثلا کشور فنلاند، دقت میکنید، کشورهایی که روی آموزش کیفی تأکید کردن خیلی وضعیتشون تغییر کرد، یا کشورهایی که لرنینگ بای دوینگ انجام دادن، یعنی مرتب بلافاصله رفتن سر کار. ببینید مثلا آلمان، خیلی ها مثلا شرکت های کوچیکی که وجود داره به سرعت جذب فعالیت های صنعتی میشن، جذب فعالیت هایی میشن. این کشورها خیلی خیلی پیشرفتشون بیشتر بوده. پس آموزش، اینقدر که فکر میکنید آموزش ممکنه که اینقدر تأثیر جدی نداشته باشه، از اون طرف مثلا ولی بهداشت، سلامت، اینها خیلی موثره. مهمتر از اینها سرمایه انسانی هست. پس ما به جای آموزش بعدها در ادبیات رشد و توسعه، ببینید یکی ادبیات توسعه‌ای بوده که از دانشکده های اقتصاد و دانشکده های علوم اجتماعی بیرون اومد در 1960 و 1970، خیلی این رشد پیدا کرد ادبیات توسعه. در 1980 و 1990 این ادبیات توسعه، این دانشگاه های توسعه، این دانشکده های توسعه فرو پاشیدند، شکست خوردند، متوقف شدند. اون زمان مثلا میگفتن که شما اگر سطح تحصیلاتتو بالا ببری پیشرفت میکنی. به طوری شد که یک کشوری بود که ما میخندیدیم، ما وقتی که دانشجو بودیم مثلا 15 سال پیش، 20 سال پیش، وقتی برای من میگفتن که در یک کشوری مثل تایلند همه راننده های تاکسی لیسانس دارن، ما خندمون میگرفت. چرا؟ برای اینکه زمانی که من وارد دانشگاه شدم در امریکا، یعنی دانشگاه ایران رو طی کرده، یعنی سالی که تازه یک سال بعد از اینکه مثلا شما سال 2000 رو که در نظر بگیرید، 17% جوانان در سن تحصیل وارد دانشگاه میشدن. الان یه چیزی حدود 60% دختران در سن تحصیل وارد دانشگاه میشن. یه خانم یه صحبتی اونجا کردن، نوشتن آموزش، گفتم آموزش کی؟ دقت میفرمایید؟ این رو مخصوصا اساتید اقتصاد اسرائیلی خیلی رو مسئله پاپولیشن اکونومیکس و مسائل جمعیتی و خانوادگی تاکید میکنن. آموزش زنان فرق میکنه با آموزش، یعنی اگر زن آموزش دید، اگر دختر آموزش دید، این میتونیم بگیم که به توسعه میانجامد، ولی اگر مرد آموزش دید معلوم است به توسعه بیانجامد. کی میدونه چرا؟ البته کشور ما که خانوما زیاد علاقه به آموزش ندارن، همین کلاسمون رو نگاه کنید، نمیدونم درصدها چجوریه، مثلا 10%، 20% به 80-90%. در حالی که وقتی من از امریکا برگشتم، کلاس اقتصاد دانشگاه تهران داشتم، دو پسر بودن 38 تا دختر، 36 تا دختر. اینجوری بود. احسن آقای بزرفکن. ببینید مادر به کودک آموزش خودشو منتقل میکنه. خب دقت کردید؟ مادر به کودک آموزش خودشو منتقل میکنه، اصلا حاضر نیست مثلا یه چیز خودش بلد باشه بچهاش بلد نباشه، قطعا بهش یاد میده.
ولی خیلی وقتا اتفاق افتاده پدر باسواد بوده، بچه ها دیگه باسواد نبودن، چون پدر مشغول بوده، پدر نان آور خانواده است. دقت میفرمایید. بنابراین تحقیقاتی که انجام شده این هست که شما اگر که روی آموزش سرمایه گذاری کردید، معلوم نیست که بازدهی در زمینه رشد و توسعه بازدهی داشته باشه. ولی اگر روی فرزند، اگر روی فرزند سرمایه گذاری کردید، نسل آینده سرمایه گذاری کردید از طریق آموزش مادران، از طریق آموزش دختران، خیلی وقتا سرمایه گذاری مفیدی خواهد بود. یا مثلا اگر روی آموزش پیشدبستانی شما سرمایه گذاری کردید، این صحبتی بود که آقای اوباما یه بار انجام داد، گفت که اگر که در آموزش پیشدبستانی اگر ما سرمایه گذاری کنیم، برای اقتصاد تا 6 برابر بازدهی داره. این رو یک فردی به نام آقای پروفسور هکمن در دانشگاه شیکاگو خیلی خوب اینا رو مطرح کرده و پیش برده و روشون کار کرده و من زمان اونجا بودم، یک دانشجو ایرانی هم با آقای هکمن کار میکرد، ولی نفهمیدیم اینا چی شدن. هم از افراد خیلی بالاخره مثل شما دیگه، مثل شما عزیزان، مثل بنده، خیلی دلشون برای کشورشون میسوخت و اینا، ولی در نهایت ما ندیدیم هیچ وقت هیچ اثری، هیچ تأثیری. اصلا کجا هستن من اطلاع ندارم. آموزش پیشدبستانی پس خیلی موثره، آموزش حرفه‌ای خیلی موثره، آموزش زنان خیلی موثره، ولی آموزش در حالت کلی اسکولینگ معلوم نیست خیلی تأثیر داشته باشه. در مقابل اسکولینگ لفظی مطرح شد تحت عنوان هیومن کپیتال. دقت فرمودید، هیومن کپیتال این سرمایه چی؟ سرمایه انسانی. اینو در مقابل آموزش قرار میده، در مقابل مدرک قرار میده، میگه چقدر واقعا دانش داری، چقدر دانش کاربردی داری، چقدر دانش تو میتونی به کار بگیری، چقدر این دانشت میتونه ترکیب بشه با فیزیکال کپیتال، با سرمایه فیزیکی چقدر میتونه ترکیب بشه، با نچرال کپیتال، با سرمایه طبیعی چقدر میتونه ترکیب بشه این هیومن کپیتال. سرمایه طبیعی معمولا برای کشورها آثار منفی داشته، دلیلش هم بیماری هلندیه. حالا ما در مورد بیماری هلندی صحبت میکنیم، در مورد نفرین منابع صحبت میکنیم، در مورد در واقع ریسورس کرس صحبت میکنیم. بعد اصلا در کشور ما که این معضلات اصلی اقتصاده، شما ببینید اقتصاددان اطلاع نداره، مطلقا اطلاع نداره از این مسائل. خب جای تأسف دیگه. بله و بله، توانمندی فردی باری کرد. و یک مسئله خیلی مهم دیگه که اون امنیت و بقیه مسائل اینجا قرار میگیره. ببینید ما یک کپیتال دیگری داریم به نام سوشال کپیتال. سوشال کپیتال خیلی مهمه. حالا به هر حال ببینید، این مطالبی بود یک مقداری شما آشنا شدید که ادبیات رشد و توسعه چگونه هست. ولی ادبیات رو از ادب توسعه خیلی شکست بزرگی خورد. دقت می‌فرمایید، خیلی شکست بزرگی خورد. و از ابتدا دوباره ادبیات توسعه از طریق ادبیات رشد، یعنی از طریق مدل‌های آکادمیک، اول مدل‌های آکادمیکی مطرح شد که ما انشاءالله در این کلاس مطرح می‌کنیم و شما حظش رو می‌برید و بعد میریم سراغ مطالب جدی‌تر دیگر. ببینید ما می‌خوایم تو این کلاس بعداً یه چیزی هم مطرح خواهیم کرد تحت عنوان قانون طلایی برای یافتن نرخ پسنداز مطلوب و نرخ انباشت سرمایه مطلوب. حالا من دیگه این اسلاید رو من میخونم، بعد میرم سراغ یه سری مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید توسعه یعنی چی؟ رشد یعنی چی؟ ما یک مفهوم کلیه، یک مفهوم مبهمیه که ما یک سری زیادی میتونیم آمار به شما نشون بدیم که توسعه یعنی چی. ببینید عزیزترین چیز برای هر فردی نوزادان هستند، بچه هاشون هستند. حتی اگر کسی بچه هاشو مثلا در بزرگی دوست نداره، وقتی نوزاده شما نمیدونه چه شیرینی داره. در 1/5 فقیرترین کشورها 20% نوزادا از بین میرن، 20% نوزادا میمیرن. شما ببینید چه آلامی منتقل میشه به این کشورهای فقیر، به اعضایی که در این کشورها زندگی میکنن. همیشه فقر، همیشه بدبختی. بچه‌ای هم که به دنیا میارن میمیره، 20% فوت میکنن تازه بعد از که به دنیا میان. 0.4% در کشورهای ثروتمند، در 1/5 ثروتمند، 0.4% از کودکان میمیرند. دقت بفرمایید ببینید چقدر آمار فرق میکنه. همین مرگ و میر کودکان به شدت در کشور ما کاهش پیدا کرده، منتها نه به جهت مثبت، البته جهت مثبت هم داشته، نمیخوام واقعا سیاه نمایی بکنم، ولی دلیل اصلی که اینقدر سریع کاهش پیدا کرده این هست که متاسفانه اصلا زاد و ولد کاهش پیدا کرده. الان فرزند آوری یک
امر لاکژری هست در کشور ما که مخصوص، حالا بالاخره اصطلاحاتی که هست، مخصوص ژن‌های برتر شده، مخصوص ژن‌های خوب شده. در پاکستان 85% مردم با درآمد کمتر از 2 دلار زندگی می کنند. دقت می‌فرمایید. 1/4 فقیرترین کشورها طی 3 دهه گذشته دچار قحطی شدند. قحطی وقتی اومده گرسنگی به همراه داشته. گرسنگی بعضی وقتا آثار بلند مدت بر ذهن و بر بدن باقی می‌گذارد. فقر با ستم بر زنان و اقلیت‌ها همراه است. بله بله، این هم خیلی مهمه. یعنی حالا خیلی، یعنی ببینید اصلا وقتی که ادبیات توسعه، ببینید یک چیزی که درش خیلی مهم هست این هست که در ادبیات توسعه شما باید به بیگ پوش اعتقاد داشته باشید، یعنی کم کم به بیگ پوش میرسید. بیگ پوش یعنی این که یا کشور توسعه پیدا نمیکنه یا همه با هم توسعه پیدا میکنند. وقتی همه با هم قرار توسعه پیدا بکنند، این که شما اقلیت ها رو، چون که کوچکتر هستند، چون قدرت کمتری هستند، از صحنه اجتماع، از صحنه اقتصاد حذف بکنید دیگه وجود نداره. در حالی که در کشورهایی که توسعه پیدا نکردند همیشه بر علیه زنان، بر علیه اقلیت ها تبعیض هست. البته واقعیت این است که فرهنگی هم هست. مثلا من وضعیتی که واقعا ستمی که به زنان در امریکا میشد واقعا جای دیگه ندیدم. در هیچ کشوری من البته نرفتم، مثلا کشور آفریقایی رو ندیدم، اونجا زندگی نکردم. ولی فرهنگ امریکایی یک فرهنگ برتری طلبی هست، یک فرهنگ قدرتمندی هست که زنان رو تخفیف میدند. خیلی من چیزای مشاهدات خیلی عجیبی داشتم. اولا اصلا باورم نمیشد، واقعا وحشت میکردم اینا رو میدیدم. ولی کم کم فهمیدم که اینها فرهنگ مرد سالاری دارند. بله آقای کیخا، درست میفرمید. در کشور ما هم ممکنه یک جایی باشه، ولی من کمتر دیدم، مخصوصا در قشر فرهیخته جامعه. اصلا اون چیزایی که مثلا در امریکا در میان اساتید دانشگاه هم بود در ایران نمیبینم. مثلا نمیبینم که در ایران مثلا اگر یک سری استاد دور هم جمع شدن، حالا یه خانومی هم استاده، مثلا به خاطر اینکه زنه مثلا بهش توهین کنن، تخفیفش بدن، تحقیر کنن، مثلا جلوی همدیگه شروع کنن به طرف خندیدن. ولی خب در امریکا میدیدیم این مسائل رو. دقیق میفرمایید. این هست که در امریکا برای اینکه حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان رو حفظ کنن مرتب قانون میذارن. از طریق قانون هم کار جلو نمیره، باید فرهنگ این کشورها تغییر کنه. در کشور ما یکی از معدود کشورهای دنیا، یکی از معدود فرهنگ‌های دنیا هستیم که زن و مرد نداریم، کیوشی نداریم مثل زبان انگلیسی. خیلی عجیبه. ما یکی از معدود کشورها هستیم که اصلا تفاوت قائل نمیشیم. نمیگیم باید حق زنان هم داده بشه. در فرهنگمون یه مقدار این مسائل، من برداشتم اینه که برخی از چیزها اصلا بعضی از تبعیض‌ها اصلا به فکر کسی نرسیده. منتها بازم اینجا چون ما بالاخره اونقدر پیشرفته نیستیم، تبعیض و چیز هر دو طرفه وجود داره. اما خب این مطلب علمی و دقیقی هست که اتفاقی فقیر، کشورهایی که فقیر هستند به افراد ضعیفتر ظلم بیشتری روا داده میشه، ظلم بیشتری متاسفانه اتفاق میفته. یک مطلبی رو حالا همینجا خدمتتون عرض کنم، خیلی برای من واقعا دردآور، الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، این ادبیات توسعه کم کم رفت به سمت هپینس، یعنی ما ببینیم که فقط پول نیست، ببینیم مثلا جمعیت مختلف، جمعیت یک کشور آیا شاد هستن، شاد نیستن، آیا دارن در میزری زندگی، میزری یعنی در فلاکت دارن زندگی میکنن یا نه. یک سری مطالعاتی انجام شد. اوائل در علم اقتصاد اینا رو مسخره میکردن، میگفتن میره مثلا شادی افراد رو در نظر میگیره. بعد براش یک مقداری در واقع شاخصهایی به دست آوردن. بعد کم کم دیدن ای مثلا این سروی که انجام میدن، این مطالعاتی که انجام میدن، به نتایج خیلی درستی میرسه. مثلا چی؟ مثلا در خانواده‌ای که معلول جسمی و ذهنی هست، سطح رضایت اون خانوار، سطح شادی اون خانوار به مراتب کمتر از کشورهای دیگه است. به مراتب کمتر از کشورهای دیگه است. سطح خوشبخت، ببخشید، به مراتب کمتر از خانوارهای دیگه است. بنابراین رسیدن به این که بابا اگر که شما میخواید کمکی بکنید، ببینید اگر خانواری مثلا در واقع معلول داره، جانباز داره، بیشتر توجه بکنیم، بیشتر مثلا اگر یارانه قرار داده بشه به اینها بیشتر داده بشه. واقعا میشه و از این مطالعات به تغییرات خیلی خیلی جدی میتونیم برسیم. دقت میفرمایید.
گفتن که خانم همایون فرد یک مطلبی رو نوشتن که همین الان میخواستم بهش برسم، الان این اسلاید رو میبندم و همین الان بهش میرسم. نوشتن که امید به زندگی هم شاخص مهمی است. بله شاخص مهمی است، اما خیلی جالب امید به زندگی همین الان خدمتتون ارائه میدم. بله نوشتن توسعه یعنی همراه شدن رفاه با رضایت. حالا آقای یک آقایی بودن که یک زمانی من کلاس ایشون رو میخوندم، خیلی هم با من شاید فکر کنم من دشمنشون هستم یا ولی خیلی ماشاءالله بعضی وقتا خیلی مطالب خوبی رو مطرح میکنن. این آقای دکتر موسی غنی نژاد هستن و خیلی جالبه، ما یک زمانی ایشون خیلی با ما مخالفت میکرد، حتی مقاله مشهوری که یه زمانی نوشتن به نام کاسبان تورم که به نظر مثل اشاره به بنده بود، نوشته بود که همونجور که کاسب تحریم داریم کاسب تورم هم داریم. آخ خدا پدرتو بیامرزه، من که داشتم دانشگاه خارج از کشور درس میخوندم اصلا نه هیچ وقت به جز دوره لیسانس که اینجا بودم در این کشور از تحصیلات رایگان استفاده کردم، من هیچ وقت از امکانات کشور به هیچ نحوی یا خیلی اندک خیلی اندک بوده استفاده کردم. حالا ما این نونی میخریم احتمالا اون نون سوبسیدیه، البته من از آزادپز میخرم، حتی نونم سوبسیدی نمیخرم. به هر حال علی ای حال این مطلب رو نوشته بودند. حالا میخوام بگم که یعنی مثلا اینجوری نیست که من با دکتر غنی نژاد یعنی یه وقتای کنتاکت وجود داره، ولی خیلی مطالب خوبیشون داره، خیلی البته خیلی هاشم از مطالبی که در واقع در ادبیات اقتصادی خاص ادبیات ایدئولوژی که اقتصاد مکتب اتریش هست ایشون میخونند و به فارسی ترجمه میکنند و عنوان میکنند. اما یه چیزی یه بار گفته بودم من ندیدم که توی چیز باشه، من ندیدم به جای دیگری گفته شده باشه، احتمال داره در همون مکتب اتریش گفته شده باشه. ایشون میگفتن توسعه یعنی بست نیازهای انسان. خیلی زیبا بود، بست نیازهای انسان. یعنی چی بست نیازهای انسان؟ شما ببینید مثلا الان رو نگاه کنید با مثلا 30 سال پیش، شما الان بیشتر توسعه پیدا کردید یا 30 سال پیش؟ الان توسعه یافته تر هستید، هم ایران توسعه یافته تر هست هم جهان توسعه یافته تر هست. یکی از نمودهای توسعه یافتگی الان نسبت به گذشته، آفرین آقای بازرف کن، اینترنت موبایل اسمارت فون. نه از نه من آقای رنانی از دوستان بنده هستند، من با ایشون حتی خیلی نزدیک رابطه نزدیکی داشتم. نه این بسته نیازهای انسان رو اولین بار من از آقای دکتر غنی نژاد خیلی زمان پیش شنیدم، من 23 سالم بوده این رو شنیدم. بسته نیازهای انسان خیلی قشنگه. ببینید هرچه شما توسعه پیدا میکنید اتفاقا نیازمندتر میشید، نه اینکه نیازهاتون کمتر بشه، نیازمندتر میشید. دقت میفرمایید؟ پس اگه همین رو در نظر بگیریم یک معیاری میشه، یک شاخصی میشه که خیلی وقتا ببینید قناعت خیلی مفهوم زیبا و عالی هست که انسان ها از درون بی نیاز باشن. ولی ما الان بحثمون این نیست. ما اگر میخواییم که سطح در واقع رفاه یک جامعه رو ارتقا بدیم به اینجا کشیده خواهد شد که سعی کنیم که یک نیازهای جدیدی تعریف کنیم. واقعا اگر ما میخواستیم، شما فکر میکنید که چگونه ممکن بود همین کشور ما توسعه پیدا کنه؟ اولین کاری که من یک بار نوشتم که انجام بدیم، ببینید اینها یک عمر، خب افراد نمیدونن به مثلا به سادگی از کنارش میگذرن، ولی یک عمر تجربه، یک عمر تحقیق و دانش و مطالعه پشتشه. من گفتم که در این کشور یک نهضت تمیزی به وجود بیارید، این نهضت تمیزی احتمالا یک چیزی حدود 1 میلیون شغل ایجاد میکنه، 4 میلیون نفر رو میتونه ارتزاق کنه. خب این نیاز داره افزایش پیدا میکنه نهضت تمیزی. باور بفرمایید من در ژاپن، حالا در دستشویی ژاپن که میرفتم مثلا دستشویی توالتشون رو میدیدم، باور بفرمایید اونجا میتونستی غذا بخوری. باور بفرمایید، یعنی من اصلا باورم، من نمیدونم اینا چطور اینو تمیز میکردن که انقدر تمیز بود. حالا من از جایی رفته بودم دبی، از دبی رفته بودم ژاپن که دبی هم دستشوییش مشهور عام و خاصه، همه دنیا در موردش صحبت میکنن، ولی وقتی رفتم ژاپن اصلا باورم نمیشد دیگه انقدر تمیزی، انقدر برق بزنه. دقت میفرمایید؟ خب این هزینه داره این تمیز کردن. میدونید تکنولوژی تمیز کردن چیه؟ چرا دبی خیلی دستشویش تمیزه، چرا ژاپن خیلی دستشویش تمیزه، چرا ایران دستشویش خیلی کثیف دستشوی عمومیش؟ کی میدونه دلیلش چیه؟ یک تکنولوژی خیلی پیچیده داره. اگه گفتید نه اصلا آقای قانفرد اصلا فرهنگ نیست، اونم دبی که از 200 کشور جهان اونجا حضور داره، هر کدومشون سنتاشون یک شکله، فرهنگشون یک چیه، نه نیاز مردم هم نیست.
نیاز بعداً به وجود اومده، همین رو میخواستم عرض کنم. نه آموزش اصلا آموزش هم نداره، اصلا آموزش نیست آیه کیخا. تکنولوژی دستشویی تمیز، توالت تمیز در کشورهای پیشرفته، نه همه کشورها، همه کشورهای پیشرفته تمیز نیستن. مثلا یه فرهنگای تمیزن، در منزلشون تمیزن، مثلا ترکای ترکیه تو داخل خونه‌هاشون تمیزن، ایرانیا داخل منزلشون تمیزن، که بیرون منزل جبران میکنیم دیگه. آفرین آقای حسینی پور، آفرین. نه مواد شوینده هم نیست، هوش ثروت هم نیست. آقای حسینی پور درست گفتم، باریکلا. آقای حسینی پور نوشتن این تکنولوژی پیشرفته اینه که یه نفر رو بذاری تمیز کنه. ببینید به همین سادگی یک نفر رو بذاری تمیز کنه. خب چرا ما یک نفر رو نمیگذاریم تمیز کنه؟ چون ما وقتی یک نفر رو گذاشتیم تمیز کنه بعد پول بهش بدیم. برای ما نیازها بس پیدا نکرده، ما کشور توسعه یافته ای نیستیم که حاضر باشیم پول بدیم دستشویمون تمیز بشه، پول بدیم ماشینمون تمیز بشه. واقعا من این سیستم مثلا وجود ندارم. من حاضرم پول بدم مثلا اتومبیلی که دارم، خودرویی که دارم رو تمیز کنند، ولی خدمات ارزان است. مطلقا چنین چیزی نیست آقای عبداللهی، مطلقا چنین چیزی نیست. از همه جا گران‌تر است. در ژاپن اصلا نسبت مثلا دستمزد رو شما در نظر بگیرید به درآمد و اینها، خیلی یعنی به سطح دستمزد میتونه بالا، البته در ژاپن نسبت به کشور پیشرفته کل دستمزد پایین‌تر هست. ولی خدمات مطلقا ارزان نیست در این کشورها. در ایران خدمات ارزان و ما نمیریم که به سمت کشور پیشرفته. همین تمیز کردن دستشویی‌ها باور کنید به اندازه ساختن مثلا فلان تکنولوژی پیشرفته. من برداشتم اینه، شاید من اشتباه میکنم، ولی من تحقیق کردم. این عزیزانی که این سیاست ها رو پیش میگیرن تو عمرشون یکی از این کتاب ها، یک صفحه از این مقالات رو نخوندن. من برداشتم این است که شاید نیاز ما مثلا به همین نهضت تمیزی عمومی شاید بیشتر باشه تا تکنولوژی نانو. نه اینکه نقش تکنولوژی رو کم ببینم، ولی اینجور ساز و کارها رو خیلی خیلی مهم میدونم، خیلی عمده میبینم. من دنیایی رو متصور هستم در آینده که سعی میشه تمام فعالیت‌های تمام نیازهای بشری از طریق خدمات تأمین بشه. دقیق میفرمایید مصرف مواد یعنی کاملا زندگی غیر ماتریالیستیکی، زندگی غیر مادیگرایی، زندگی ضد مادیگرایی، زندگی مبتنی بر شادی، زندگی مبتنی بر تجربه میرسد، دنیا میرسد، ما ممکنه نرسیم. الان یک شهری در ژاپن همون کارهایی که من سالها پیش داشتم تحقیق میکردم و خیلی خیلی بهش علاقه داشتم، بعدا متوجه شدم یک شهری در ژاپن انجام دادن، یعنی رفتن به سمت اینکه این شهر اصلا زباله تولید نکنه، هر چه که مصرف میکنه بازیافت کنه، هر چه. بعد چه راهکارهایی، چه مسائلی، همه مردم با هم دیگه فکر میکردن، هم افزایی داشتن که مثلا توی به خمیر دندون رو چی کار کنیم، دقت میکنید؟ یا مثلا استخونه، مثلا غذا میخوری استخونه چی کار کنیم، مثلا سلمونی میری مو میریزه این موها رو چی کار کنیم، اگه قرار بشه زباله تولید نکنیم این موها رو چی کار کنیم. الان دقت میفرمایید؟ خب ما ببینیم تحریم باشیم یا نباشیم، ما نمیتونیم بشینیم برای زبالمون فکر کنیم، بشینیم برای دستشوییمون فکر کنیم. ببینید حالا فقط دولت هم نیست، یعنی کل جامعه خیلی ناامید از اینکه هیچ تغییری بتونه به وجود بیاره، در حالی که تغییرات از همین جا به وجود میاد. نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی ما 50%. ما تحریم باشیم اصلا نتونیم کالا وارد کنیم. ما میتونیم این 50% رو رشد بدیم، دو برابرش بکنیم، بعد نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی ما میشه چقدر؟ مثلا اگر قبلا ببین من اینجا براتون می‌نویسم، اگر قبلا بوده 50% خدمات بوده، ما میتونیم خدمات رو دو برابر بکنیم، اون 50 میشه 100، اون 100 هم میشه 150. دقت فرمودید؟ میشه 75%، یا ببخشید میشه 2/3، میشه 66%. یعنی ما میتونیم خدمات رو در کشور دو برابر بکنیم، تولید خدمات رو، خدماتی که مردم به همدیگه ارائه میدن، و از این طریق نسبت خدمات در تولید ناخالص ملی بره به سمت چقدر؟ بره به سمت مثلا 66%. بوده 50 به علاوه 50، ببین 50 تا خدمات بوده آقای، ببینید آقای کمالی از
ببینید 50 تا من می‌نویسم سرویسز، سرویسز 50 تا من می‌نویسم چی؟ 50 تا دیگه چیه دوستان؟ مثلا اینداستریز، اینداستریال پروداکشن، اینداستریال اند اگریکالچرال، اینداستریال اند اگریکالچرال پروداکشن. حالا شما فرض کن که اصلا تولید صنعتیت اصلا تغییر نکنه، خب فرض کن که کشاورزیم اصلا تغییر نکنه، مردم بذاری سر کار، تا چه حد میتونی بذاری سر کار؟ دقت بفرمایید، فرض کنید ما تحریم هستیم، اصلا تعداد اتومبیلی که تولید میکنیم فرق نکنه، تعداد مثلا لوازم خانگی که تولید میکنیم، مقدار مرغ، گوشت، هیچی، مثلا ما با تحریمیم دیگه نمیتونیم اینا رو پیشرفت بدیم، خدمت که به هم دیگه میتونیم ارائه بدیم که، دقت میفرمایید، میتونیم هم دیگه رو راضی که نگه داریم که. خب در کشورهای پیشرفته نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی چیزی بین 75 تا 80 درصد است. دوستان اگر قرار باشه این نسبت به 75 درصد برسه تا 80 درصد برسه، سرویسز ما چقدر میتونه رشد کنه؟ خدمات ما اگر 50-50 شروع بشه، اگر 50-50 شروع بشه، خدمات چقدر میتونه رشد کنه که نسبت ها باشه مثلا 80 درصد، یعنی 80-20 بشه دیگه؟ نه بیشتر از این حرف هست آقای کمالزاده، بیشتر از این حرف هست. فرض کنید خدمات ما 4 برابر بشه، پس 50 که سرویسز 50 بود، الان سرویسز به جای 50 هست چند؟ هست 200. درسته؟ 200 سرویسز. دقت میکنید؟ 50 چیه؟ 50 اندستریال اند اگریکالچر، اگری، اندستریال اند اگری. خب خب مجموعش چقدر میشه دوستان؟ مجموعش میشه 250. پس تولید ناخالص ملی شما 250 است. حالا نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی چقدر میشه؟ باریکلا 80 درصد. یعنی ایران رسید به، ایران رسید به نسبت ژاپن و نسبت آلمان. خب دوستان عزیز، دوستان عزیز دقت بفرمایید، ما 50 درصد، ما حدودا مثلا 20 میلیون 22 میلیون مثلا چی داریم؟ 22 میلیون کارگر داریم. درسته؟ 22 میلیون کارگر داریم. 50 درصد تولید ناخالص ملیمون خدماته. یعنی 11 میلیون کارگر خدماتی داریم. سرویس. 11 میلیون سرویس. اگر 11 میلیون 4 برابر بشه میشه 11 میلیون ضرب در 4. فرض کنید تحریمی داره، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. به علاوه 11 میلیون که 11 میلیون ضرب در 4 خدماتی، 11 میلیون هم صنعتی و کشاورزی. رو هم دیگه چقدر میشه دوستان؟ 55 میلیون. نه دیگه، 11 ضرب در 4 میشه 44، به علاوه 11 میلیون سابق میشه 55 میلیون. 55 میلیون یعنی چی؟ یعنی نرخ بیکاری در ایران به صفر میرسه. احسنت. یه مثلا شاید مثلا 5 میلیون 10 میلیون نفر ما باید از خارج تامین کنیم، از افغانستان و عراق و بقیه جاها مثلا مرزهای اطرافو باز کنیم بگیم کارگر بیاد. دقت میفرمایید؟ ای وای چه سوالی آقای باز رفتن انجام دادن. از خودشون، از کجا شما میخوای حقوقشو تامین کنی؟ از کجا میخوای حقوقشو تامین کنی؟ اون یکی داره دستشویی اون که تمیز میکنه، اون یکی داره مثلا برای این یکی پزشکی میکنه، اون یکی داره ماشینشو میشوره. دقت فرمودید؟ یعنی این داره خودش رشد میکنه. اصلا همین بحثو که الان میخوای مطرح کنیم همیناست. درآمد سرانه آقای باز رفتن کاملا شما دقیقاً در، یعنی خیلی خوشحالم که این مطالب رو شما مطرح میکنید، دقیقا همین ذهنیت ماست، ذهنیت من ایرانیه. دقیقا فرمودید وقتی که شما یک فرد دو فرد رو میارید، این به اون خدمت میده، این به این خدمت میده. دقیقا میفرمایید اصلا دستمزد اینجا مفهومی نداره. حالا بیشتر جلو میری متوجه میشید که همینجوری اینا میتونن رشد کنن، تعداد افرادی که خدمت میدن بیشتر میشه، بعد اونا دستمزد بیشتری میگیرن، این دستمزد رو باز خرج میکنن، بعد تعداد، بعد نیاز به خدمات باز افزایش پیدا میکنه، از هم دیگه خدمت میگیرن. احسنت، احسنت. و نوشتن مشابه نظام تهاتر، تهاتر خدمات. اصلا شما پولو بذار کنار، مگر کالا چیه؟ کالا و نیروی انسانی درش هست که هزینه رو تعیین میکنه.
وگرنه کالا وقتی از معدن بیرون میاد که اصلا هیچ هزینه‌ای نداره، صفر دیگه، ارزش صفره. هر چه بیشتر روش کار بشه ارزش افزودش بیشتر میشه. دقیق فرمودید؟ ایناست مسئله. یعنی خیلی ساده میشه جلو رفت و حل کرد. منتها ذهنیت ما اینه که اون کشور پیشرفته یه چیز عجیبی داشتن که پیشرفت کردن و واقعا عجیبه. اون چیزی که داشتن خیلی عجیبه. اونا اومدن خدمات رو رشد دادن، بهداشت رو رشد دادن، آموزش رو رشد دادن، اومدن به ازای هر مثلا 10 تا دانش آموز یه دونه معلم گذاشتن، بعد اون کلاس رو رنگ زدن، اون کلاس رو تمیز میکنن، بعد کفششون رو در میارن، بدون کفش میرن تو کلاس میشینن، بعد رفتن مثلا نمیدونم یه کارهای خیلی ساده، یه ذره ورق باطله براتون گذاشتن اونجا، مثلا باش کاردستی درست میکنن. این فکر نکنید خیلی پیشرفته. من تو امریکا بودم، این کامپیوترهای ما خیلی پیشرفته تر از کامپیوتر ایران بود لااقل اون زمان. بله ما اتلاف منابع، حالا پارک پول شما اصطلاح شما آقای یوسفی، ما اتلاف منابع داریم. خب دوستان دقت فرمایید، رشد اقتصادی استاندارد زندگی را بالا میبره و فقر را کاهش میدهد. آه خواستی فقر کاهش پیدا کنه، بهترین راهی که شما میتونی فقر را کاهش بدی، فقر زدایی، امهای فقر انجام بدی، نابرابری رو کاهش بدی. حالا در کوتاه مدت ممکنه رشد اقتصادی نابرابری رو بالا ببره، ولی در نهایت اینه که رشد اقتصادی داشته باشی، اشتغال داشته باشی، به افراد پول بدی. دقت میفرمایید، به افراد پول بدی که این افراد کار کنند، به همین راحتی. هزینه ها رو در اقتصاد افزایش بدی. اینا خیلی سخته دوستان. شما به من احترام میگذارید چیزی نمیگید، وگرنه من اینا رو اگر در جلسه مثلا در یک دانشگاهی مطرح کنم ممکنه که دفعه افراد جوش بیارن. دقت میفرمایید، اگر به این راحتیه پس چرا و وضعمون اینجوریه؟ شما باید جواب بدید آقای زندیانی. من چرا باید بگم؟ شما باید بگید. اگه به همین راحتی، اگه 180 کشور جهان تورم رو کنترل کردن، شما چرا نتونستید کنترل کنید؟ مگر کنترل تورم کاری داره دیگه در دنیا؟ شما چرا نتونستید کنترل کنید؟ همش ببین منابع کجا اتلاف میشه. آقای یوسفی خیلی خوب تو، بله آقای حسامی دقیقاً همینه. مشکل کار سوء مدیریته، مشکل کار بیشتر سرمایه انسانیه. دقیقا تو این کلاس ببینید سطح سرمایه، ببخشید سرمایه اجتماعیه، ببینید چقدر سطح سرمایه اجتماعی پایینه. من اگر الان به شما بگم که بیاید مثلا یک پروژه رو با هم دیگه جلو ببریم، با هم دیگه اجرا کنیم، مطمئنم که اکثر غریب به اتفاق شما نمیایید. ببینید این واقعیته، بپذیریم. ولی در من خاطرم از یه خاطره خدمتون نقل کنم. الان حاضرین پول بیشتر بدیم برقمون قطع نشه، ولی دولت قطع میکنه، متاسفانه گرون نمیکنه، مصرف کم شه. بخواد ببین گرون نکرده، سرمایه گذاری هم نکرده. ببین چقدر راحت میتونی از بین بری. در یکی از این کتاب‌های رشد، ادبیات رشد، همینا که خدمت شما الان دارم عرض میکنم، در یکی از این کتابا خوندم و احتمالاً در کلاس من جای دیگه شنیدید. رئیس جمهور یک کشور افریقایی از یک کشور اروپایی بازدید کرد. این خیلی در ادبیات توسعه جا افتاده، در کتاب درسی هم نوشته شده. اینکه واقعیت داره یا نداره من مطمئن نیستم که آیا این با یک جوک حقیقی بوده، یک فکاهی حقیقی بوده، اتفاق افتاده یا نه اتفاق نیفتاده، نمیدونم. ولی خدمتتون عرض میکنم. ببینید میگن که یک رئیس جمهور اروپایی یکی از رئیس جمهورهای افریقایی رو دعوت میکنه. دعوت میکنه و طرف میره اروپا و به اون در واقع کپیتال، اون پایتخت، و شب دعوت میکنه به خونش. رئیس جمهور افریقایی بر میگرده به رئیس جمهور اروپایی میگه که ببین اینجا همه چی شفافه. حالا اگر به ایرانیا بگیم آقا مثلا شما حقوق رئیس جمهور، حقوق همه مردم، نه حقوق رئیس جمهور، هر کس حقوق بگیره، هر کس از دولت حقوق میگیره، باید حقوقش در یک سامانه افشا بشه، باید همه بدونن رئیس جمهور چقدر حقوق میگیره. اگر ما این حرف رو اینجا بزنیم که کفر هست، الحاد، دقت میکنید؟ در حالی که در کشور اروپایی مسائل ساده ای است که واقعا شفافیت، الان یه سری هستن بندگان خدا دنبال کار شفافیت هستن، اصلا هیچ کس حمایت نمیکنه، از مردم حمایت نمیکنن، نمیگم دولت حمایت نمیکنه، حاکمیت، اتفاقا حاکمیت میخواد یه جای حمایت کنه. مثلا این شعارای سال که میبینید در اومده در جهت همین تلاش هایی است که مثلا 5-6 نفر دور هم جمع شدن انجام دادن. ولی شفافیت و مثلا در میان مردم هیچ کس نمیگه آقا شفاف کنید حقوق نمایندگان مجلس چقدره، حقوق. حالا بهرام این آقا رو این رئیس جمهور افریقایی میره به منزل رئیس جمهور اروپایی، میگه که ببین کشور شما مظهر شفافیته، من دقیقا میدونم شما در سال چقدر حقوق میگیری، چقدر مزایا داری،
با اون حقوق و مزایا این پنت هاوسی که ما الان درش هستیم در طبقه آخر این برج، این نمیتونه، شما نمیتونستی این پنت هاوس رو خریداری کنی. رازشو به من بگو، از کجا اینو خریدی؟ رئیس جمهور اروپایی، این رئیس جمهور افریقایی میبره پای پنجره میگه اونجا رو نگاه کن. میگه کجا؟ میگه اون دوردست رو نگاه کن، چی میبینی؟ میگه بله اونجا یک بزرگ راهیه. نگاه میکنه به طرف رئیس جمهور افریقایی، یه چشمک میزنه میگه 10%. یعنی 10% پول این بزرگراه رو ما بالاخره خوردیم، یه جوری بالا کشیدیم و من تونستم این پنت هاوس رو خریداری کنم با این قیمت بالا. رئیس جمهور افریقایی خیلی خوشحال میشه و ایشون رو دعوت میکنه به افریقا. سال بعد رئیس جمهور اروپایی میره به دیدار دوست افریقایی خودش و وارد یک قصر بسیار بزرگ میشه در یک کشور بسیار در واقع فقیری و میگه که شب میشه میگه که ببین من سوال از تو دارم. میگه بفرمایید. میگه میدونم سوالت چیه. میگه چی؟ میگه که تو میخوای از من بپرسی این قصر رو، این تشکیلات و این چیزا رو در یک کشور فقیر چگونه به دست آوردن؟ میگه دقیقاً همین رو میخواستم ازت بپرسم. میگه بیا کنار پنجره. میبرش کنار پنجره، نگاه میکنه میگه که اون بزرگرا رو میبینی؟ رئیس جمهور اروپایی نگاه میکنه میبینه زمین خالیه، هیچ بزرگرایی، هیچ آه بیرون قصر نیست. میگه نه بزرگرا رو نمیبینم. یه چشمک میزنه رئیس جمهور افریقایی میگه 100%. دقت کردی؟ 100% پروژه بزرگراه رو خورده. دقت میفرمایید؟ این سطح خوردن خیلی فرق میکنه. اینجا در کشور ایران اون 100% اینجوری خورده نمیشه. ای کاش اونجوری خورده میشد. یه مقدار اختلاس و اینا داریم، شک ندارم، ولی این 100% رو به جای که اون بزرگراه رو بسازه میاد، به جای که اون بزرگراه رو بسازه میاد در واقع سوبسید میده روی کنجاله مرغ، کنجاله خوراک مرغ. دقیق میفرمایید؟ حجم خوراک مرغی که ما در طی 50 سال گذشته وارد این کشور کردیم بی نظیره، باور نکردنیه. دقیق میفرمایید؟ هر حجم وارداتی که ما در این کشور داشتیم باور نکردنیه، باور نکردنیه. ما سوبسید میدیم، ما پول نفتمون همه رو دادیم خوردیم رفته. زمان آقای، زمان دولت گذشته و همین دولت هیچ فرقی با هم نداشتن. 1300 و شاید 1300 تا 1400 میلیارد دلار ما هدر دادیم، ما سوبسید دادیم روی واردات. متاسفانه 1400 میلیارد دلار درآمد داشتیم. بعد من بررسی کردم اگر ایران میخواست به سیستم ژاپنی که پیچیده ترین سیستم ریلی دنیا سیستم ژاپنه که در آمریکا و آلمان و فرانسه و اسپانیا و ایتالیا هم نیست، سیستم ژاپنی از همه گرونتره. چرا؟ برای اینکه قطاراشون تیلت میشه، قطاراشون کج میشه. ما اگر میخواستیم سیستم قطارهای ژاپنی رو تو تمام ایران اجرا کنیم، 100 تا شهر بالای 100,000 نفر رو به هم متصل کنیم، من اینو پیشنهاد دادم برای کاندیدای ریاست جمهوری، یکیشون تا حالا نگفته. دقت فرمودید؟ یعنی اینقدر ببینید چقدر باورش سخته. مثلا 100 تا شهر رو با راه آهن به هم متصل کنیم، مگه چقدر هزینه میبره؟ 200 میلیارد دلار بیشتر هزینه میبره. تازه با راه آهنای سری و سیر که خیلی خیلی گرونتر هستن، بسیاری از این شهرها رو میشه به هم متصل کرد. ولی عزم نیست، اون سوشال کپیتال متاسفانه نیست. خب دوستان عزیز، من باید اینجا توقف بدم، متوقف کنم کار رو. اگر که مطالب کلاسم انتقادی دارید یا به نظرتون این مطالب خوبی نیست و ما بیشتر باید رو فرمول و اینا تأکید کنیم، برای من پیام بگذارید. من میتونم درس رو همین مطالبی که در واقع فرمولا و اینا رو خدمتتون میتونم درس بدم و سریعتر رد شم. ولی احساسم این است که این مطالبی خدمتتون الان عرض میکنم خیلی به کارتون خواهد اومد انشاءالله در آینده و تحلیل اقتصادی شما رو خیلی خیلی ارتقا خواهد داد. دوستانی هم که به دوستان دیگرتون که در اقتصاد کلان 1 و 2 و 3 بودندم بفرمایید که اگر خواستن بیان شرکت کنن، چون این مطالب ترم پیش ما مقدار سخت بود در مورد بازار ارز، ولی این مطالب خیلی مطالب کاربردی و خیلی شیرینی هست. حالا شما میبینید که چقدر استفاده خواهید کرد در آینده. یعنی خیلی دید با خیلی فرق خواهد کرد بعد از این دوره دیدگاه شما، من مطمئنم این رو. بسیار خوب دوستان عزیز، خسته نباشید، 10 دقیقه دیگه خدمتتون میرسم. به نام خدا.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. نیمه دوم جلسه اول کلاس رو آغاز میکنیم. دوره چهارم کلاس اقتصاد کلان هست، دوره مستقلی است که اگر کسانی در دوره اول تا سوم هم شرکت نکردند میتونن در این دوره چهارم شرکت کنن. در مورد به این پرسش پاسخ میخوایم بدیم که چرا برخی از کشورها پیشرفت کردند و برخی از کشورها باز ماندند، دلیل رشد و توسعه چیست؟ و با اینکه سوال مشکلی است، ولی ما سعی میکنیم که شواهد علمی به دست بیاریم برای پیشرفت کشورها. قبل از اینکه من این اسلاید رو متوقف کنم و ما بریم سراغ مطالب خیلی جالبی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم، یک اسلاید، همین اسلاید رو شما دقت بفرمایید. ببینید، مقدار ناچیزی اگر تغییر در نرخ رشد اقتصادی کشور در کوتاه مدت اتفاق بیفته اصلا در کوتاه مدت تأثیری نمیگذاره، ولی در بلند مدت تأثیر باور نکردنی بالاست. مثالی زده اینجا، گفته که فرض کنید دو تا کشور داریم، دو تا کشور همسایه، مثلا یک کشور قیمت برخی از کالاها رو کنترل میکنه، اون یکی کشور میگه که ما به اصول اقتصاد عمل کنیم و کنترل نمیکنیم. کشور اول نرخ رشد اقتصادیش میاد پایین، میشه 2%. کشور دوم نرخ رشد اقتصادیش میشه 2.5%. در بلند مدت در 25 سال کشور اول 64% تولید ناخالص ملیش رشد میکنه، کشور دوم 85%. یعنی کشور دوم 20% از کشور اول جلو میفته. تو کشور همسایه شما میبینید که یک کشوری داره وضعیتش بهتر میشه. در 50 سال کشور اول 169% رشد اقتصادی خواهد داشت، کشور دوم 243%. و در نهایت در 100 سال که در نظر میگیریم، کشور اول 624% رشد داره، کشور دوم 1000% رشد داره. یعنی چیزی حدود، ببینید، خیلی خیلی تفاوت اون وقت جدی خواهد بود بین 625% 625% رشد و 1081% رشد. خیلی خیلی تفاوت پیدا می‌کنن در بلند مدت، ولی در کوتاه مدت 0.5% واقعا هیچ تأثیری نمیگذاره. صحبت این بود که وقتی که ما نرخ‌های رشد کوچک، اگر تغییرات حتی کوچک هم در نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، در بلند مدت و بسیار بلند مدت بسیار بسیار مؤثر خواهد بود. پس درس‌های نظری رشد اقتصادی به این صورت است که می‌تواند تغییر مثبتی در زندگی صدها میلیون نفر ایجاد کند. و واقعیت این است که همین نظریاتی که امروز خدمت شما عرض می‌کنم میلیاردها فرد رو از فقر به در آورده. یعنی اعمال این نظریات خیلی خیلی تونسته مؤثر باشه. شاید هیچ علم دیگری نتونسته اینقدر روی زندگی بشر، روی رفاه بشر تأثیر بگذاره. شاید پزشکی هم خیلی مؤثره، بالاخره همه علوم مؤثرن، ولی این علم، تغییرات اندکی که در ذهنیت‌ها به وجود میاد، میتونه تأثیرات بسیار بزرگی رو در اقتصادها به جا بگذاره. پس این درس‌ها به ما میآموزد درک کنیم چرا کشورهای فقیر فقیر هستند، سیاست‌هایی که میتواند به رشد آنها کمک کند را چگونه طراحی کنیم، بیاموزید که چگونه نرخ رشد خود ما تحت تأثیر شوک‌ها و سیاست‌های دولت قرار دارد. یعنی الان مثلا فعالیت اقتصادی چگونه ممکنه که سیاست های دولت تأثیر بلند مدتی داشته باشه. و بعد از این دوره احتمالا خواهید دید که بسیاری از سیاست هایی که ما داریم اجرا میکنیم در کشور خودمون یا در کشورهای همسایه، در کشورهای در حال توسعه، سیاست های ضد توسعه است، سیاست های ضد رشد، سیاست های ضد اشتغال، سیاست های فقرزاست نه فقرزدا. بسیار، ما همینجا متوقف کنیم، بعد میریم سراغ مدل سولو. خب الان من میخوام متوقف کنم. چرا؟ میخوام یک ابزار بسیار زیبا و جالب رو خدمت شما معرفی کنم امروز. و اون ابزار زیبا و جالب چیزی نیست به جز این که دارید اینجا ملاحظه میفرمایید و میبینید. ببینید، یک وبسایتی هست تحت عنوان Gap Minder. دقت میفرمایید. این وبسایت گپ مایندر توسط یک آقای سوئدی در واقع این ابزار به وجود آمد به نام روزلین. خیلی مرد نازنینی بود، متاسفانه به رحمت خدا رفته. من شاید اگر فرصت کنیم بعضی از ویدیو کلیپ های این فرد رو برای شما انشالله در آینده ارائه بدهم.
دوستان دقت بفرمایید، این الان یک نموداری هست که دو محور داره. در محور عمودی درآمد کشورها، درآمد سرانه کشورها رو در نظر گرفته و در محور افقی لایف اکسپکتنسی یا امید به زندگی، که یک نفر قبل از بریک اشاره کرد که امید به زندگی خیلی مهمه. ما دیتایی که داریم، ببینید از سال 1800 در برخی از کشورها ما دیتا داریم. وقتی سال 1800 شما در نظر بگیرید، یک کشور هست که خیلی وضعیت درآمد سرانش از بقیه بهتر بوده. اسمش چیه دوستان؟ به نظر میرسه که بالاترین درآمد سرانه در دنیا مربوط به عراق بوده، از بین کشورهایی که آمار شما داریم، و بالاترین شاید لایف اکسپکتنسی یا بالاترین امید به زندگی کشور هلند، کشور انگلیس و کشور بلژیک و کشور یونایتد استیتس بوده. و ببینید که چقدر مقدار در واقع جی دی پی جمعیت یونایتد استیتس چقدر کوچیک بوده. پس اندازه دایره مقدار جمعیت رو نشون میده که در اون زمان کشورهای بنگلادش و چین بیشترین جمعیت رو داشتن و بعدش ژاپن بوده، اندونزی بوده، پاکستان بوده و مثلا کره جنوبی، کشوری که بزرگتر بوده روسیه بوده، فرانسه بوده، اینا ایتالیا بوده، اینا جمعیت بزرگتری رو شامل می شدن. بسیار. و دقیقاً می فرمایید که هم مقدار درآمد سرانه خیلی کم بوده، هم سطح لایف اکسپکتنسی بالاترین، سطح لایف اکسپکتنسی یا امید به زندگی رو در اون زمان 43 سال کشور ایسلند داشته. بسیار خوب، ما میبینیم که در قرن 19 میلادی، یعنی از سال 1800 تا 1900 چه اتفاقی افتاده؟ ملاحظه بفرمایید، اون کشور عراق همینجوری سر جاش میمونه، این مقدار رشد میکنه، نه از نظر درآمد، نه از نظر لایف اکسپکتنسی، ولی ببینید بعد از 75 سال حد اکثر لایف اکسپکتنسی در جهان به نروژ رسید. اتفاقا جالبه که همون شرایط آب و هوایی ایسلند رو هم داره. و دومی سوئد بوده و دانمارک بوده. این کشورها از نظر لایف اکسپکتنسی در سال 1875 از بقیه جلوتر بودن. بالاترین سطح درآمد سرانه هم مربوط به کشور سوئیسرلند یا کشور سوئیس بوده و بعد مربوط به استرالیا بوده و بعد مربوط به نیوزیلند و کشور انگلیس. خب ما جلوتر میریم تا ببینیم تا سال 1900 تا ابتدای قرن 20 چه اتفاقی میفته. خب برگردیم مقدار عقب، سال 1900. خب من اینجا به جای اینکه عراق رو انتخاب کنم، ببینید در گوشه من میتونم کشور دیگر رو انتخاب کنم، پس عراق رو انتخاب نمی کنم دیگه و میرم سراغ اینکه ایران رو انتخاب کنم. اگر باشه توی آمار در اون زمان، اگر در ایران هنوز آمار گرفته میشد، که فکر کنم بعد از مدتی شروع شد. بله، برآورد آماری در سال 1901 از ایران هست. ایران متاسفانه، حالا از اول دوباره شروع میکنم، شما ایران رو دقت بفرمایید، چون ایران رو به طور خاص میتونیم با یک کشور دیگه میتونیم مقایسه کنیم. دوستان ایران رو میخواید با کدوم کشور مقایسه کنید؟ با آمریکا. باشه، با آمریکا و دیگه دو تا بگید، ترکیه و آمریکا. باشه دوستان عزیز دقت بفرمایید، یکی ترکیه رو می‌خواستیم، یکی یونایتد استیتس رو می‌خواستیم، آمریکا و کشور ترکیه. سه تا کشور رو با هم دیگه دوباره از اول ما می‌ریم در نظر می‌گیریم که از اول ببینید جایگاه اینها چه بوده و کجا بودند و چگونه با هم این سه تا کشور تغییر کردند. در سال 1800 ترکیه به مراتب وضعیت لایف اکسپکتنسی بهتری از ایران داشته، امید به زندگی بهتری از ایران داشته. ترکیه 35 سال امید به زندگیشون بوده. امید به زندگی یعنی که یک فرزندی که در سال 1800 به دنیا می اومده تا سال 1835 به طور متوسط زندگی میکرده، ولی ایران یکی از پایین ترین ها رو در جهان داشته. در سال 1800 ایران طول عمرش 25 سال بوده، که اگر کمترین کشور دنیا رو در نظر میگرفتیم یمن بوده که 23 سال بوده و بعد هم کشور قرقیزستان بوده که 24 سال حدودا 24 سال قرقیزستان بوده، تاجیکستان بوده، اینا یعنی اطراف ما بودن. بازم جالبه که تاجیکستان و ایران و بالاخره ما خیلی امید به زندگیمون پایین بوده در دنیا، ولی کشور امریکا در سال 1800 باز امید به زندگی خیلی بالایی داشته، 40 بوده، 40 سال که تقریبا مثلا جز کشور اول بوده، یعنی بالاترین امید به زندگی ها رو داشته. الان اینطور نیست،
دقت کنید ببینید الان چه اتفاقی افتاده. خب ما رفتیم جلو، ببینید وضعیت کشورهای مختلف چگونه تغییر کرد. از 1800 میبینید که اصلا امریکا امید به زندگیش تغییر نمیکنه، ایران، ترکیه، هیچ کدوم اصلا پیشرفت‌های در واقع پیشرفت‌های پزشکی اینقدر تاثیر نداشته. از سال 1880 احتمالا در امریکا یه دفعه شما میبینید که امید به زندگی زیاد میشه، ولی قبل از اون میبینیم که همه این کشورها یک مقدار رشد در تولید ناخالص ملی، در تولید سرانه داشتن، در درآمد سرانه همه این کشورها رشد کرده بودن، ولی امریکا از 1880 اصلا ناگهان وضعیت تغییر میکنه. خب شما دقت بفرمایید، ببینید از 1880 تا 1926، یعنی حالا تا 1930 بریم، ببینید امریکا مثلا تو امید به زندگیش از 40 به 60 میرسه، درآمد سرانش هم به شدت رشد میکنه، ولی همون زمان در 1934 کشوری بوده مثل سوئیزرلند یا کشور سوئیس که مقدار درآمد سرانه به مراتب بالاتر از امریکا بوده، به مراتب بالاتر از امروز ما بوده. در 1934 سوئیس از امروز ایران وضعیت درآمد سرانش بهتر بوده، یا نروژ بوده با 11000 دلار اینها درآمد سرانه بالایی داشتن. خب میریم به نیمه قرن 20 میرسیم، باز ملاحظه ببینید از یک سالی به بعد، حالا ترکیه رو میبینید که وضعیت اصلا مشخصی نداره، وضعیت خیلی بهتر از ما بوده، امید به زندگیش خیلی بهتر از ما بوده. باز برمیگردم عقب، ترکیه و ایران رو مقایسه کنید دوستان. ترکیه از ایران از نظر درآمد سرانه عقب‌تر بوده، از نظر امید به زندگی بسیار بهتر بوده. در تا نیمه قرن 20 ببینید یه دفعه ایران چطور رشد میکنه. میبینید بین در جنگ جهانی دوم ببینید کشورها همه عقب میافتن، ولی ایران چگونه رشد کرده، چگونه جلو میفته از ترکیه، ولی اصلا از نظر طول عمر ایرانی ها که از پایین ترینان در جهان. بعد از 1940 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به شدت طول عمر ایرانیان مثل امریکا طول عمر ایرانیان افزایش پیدا میکنه، ملاحظه میفرمایید. بعد شروع درآمد شروع میکنه به کاهش پیدا کردن 1954. ببینید بعد یه دفعه ایران وقتی که درآمد نفت میاد، اصلا فاصله که ایران با ترکیه پیدا میکنه، ترکیه رنگ صورتی کم رنگ، ایران رنگ صورتی پررنگ، ببینید که ایران درآمد سرانش تقریبا دو برابر ترکیه بوده، بیش از دو برابر، ببخشید چهار برابر ترکیه بوده، یعنی از 5000 سه برابر. این 5 در واقع ترکیه حدودا 5000 دلار بوده درآمد سرانش، ایران رسیده بوده به 24000 دلار درآمد سرانه. که ما به وضعیتی میرسیم، دقیق بفرمایید یه ذره جلوتر بریم، ملاحظه بفرمایید سال 1974 ما به وضعیتی میرسیم، یا همون 1970 و مثلا 70 رو که در نظر بگیم، 1970 رو دقت بکنید، 1969 رو که در نظر بگیرید، ایران وضعیت درآمد سرانه‌اش از امریکا جلوتر بوده، دقت میفرمایید از نروژ جلوتر بوده. کشوری که از ایران جلوتر بودند، یکی کشور کویت بوده که اون زمان ضرب‌المثل شده میگفتن کویته، کویت از ایران وضعیتش مراتب بهتر بوده، بعد کشور عربستان بوده، بعد کشور امارات بوده، بعد کشور سوئیس و لیبی و بحرین، و در واقع بحرین هم اندازه ایران بوده دیگه، بحرین مدار جلوتر از ایران هم بوده، ما اون زمان بحرین رو دادیم رفته که، نروژ هم از ایران عقب‌تر بوده. پس ایران یک شرایطی به وجود میاد که یک کارتونی بود به نام پلنگ صورتی، اگر دیده باشی یه وقتی میخواسته بره سفر نوشته بود به سمت ایران، یعنی ایران انقدر کشور جالبی شده بوده که از اقصا نقاط دنیا توریستا میومدن به کشور ما. اما بعد از اینکه درآمد نفت وارد اقتصاد ایران میشه، متاسفانه بیماری هلندی شکل میگیره که هنوز اقتصاددانان ما نمیدونن مسئله چیه، و نفرین منابع که صورت میگیره، شما ملازم میارید که درجا میزنیم و برمیگرده درآمد سرانه، برمیگرده عقب و جنگ میشه و انقلاب میشه و میبینید ما مرتب داریم میریم عقب. بعد سر جای خودمون وایسادیم، ترکیه به ایران رسید 1992، ترکیه تقریبا، ترکیه و ایران حالا با هم حرکت میکنن، امریکا خیلی جلوتر. ولی اتفاقی که افتاده در طی این سالها، حتی در زمان جنگ، در زمان انقلاب، اتفاقی که افتاده ایران از نظر لایف اکسپکتنسی یا امید به زندگی به شدت پیشرفت میکنه، به شدت رشد میکنه. من خاطرم از یک وزیری داشتیم، وزیر بهداشت و آموزش عالی داشتیم به نام آقای دکتر مرندی، اون زمان اومد بر علیه اسهال کودکان و به نفع شیردهی مادران به کودکان و یک دو سه تا
چیز داشت، دو سه تا ایده خیلی ساده داشت و همین باعث شد یه دفعه مثلا لایف اکسپکتنسی به شدت افزایش پیدا کنه. چون شاید باور نکنید که خیلی از مردم ما به خاطر مسئله در واقع بیماری های گوارشی به خصوص از دست دادن آب بدن به دلیل اسهال از بین می‌رفتن. و همون زمان جنگ بعد از جنگ که این اتفاق افتاد، ببینید که امید به زندگی در ایران و ترکیه به شدت رشد می‌کنه. درآمد سرانه به سرعت هر دو کشور دارن بالا میرن همزمان با هم دیگه. ترکیه یک مقداری در سال 2011 از ایران جلو افتاده، در سال 2015 خیلی بیشتر جلو افتاده، در سال 2020 که ما هستیم ایران برگشته عقب، یعنی اینجا هست الان در سال 2020. البته این به پی 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 در نظر گرفته، به پی 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 ما الان 16، یعنی به پرچسینگ پاور پاریتی یا قدرت خرید سرانه افراد رو در نظر گرفته، ما حدود 16,000 دلار به ازای هر فرد به طور متوسط قدرت خرید داریم، در حالی که همین برای ترکیه هست 25,500 دلار. ببینید چقدر تفاوته. و برای امریکا در سال 2020 هست حدود 57,500 دلار. ببینید چقدر بالاتر از ترکیه، چقدر بالاتر از ایران. اما کشورهایی داریم به مراتب جلوتر از آمریکا و ترکیه و ایران، مثلا کشور لوکزامبورگ قدرت خرید 95,000 دلار به ازای هر نفر، یا سنگاپور 90,000 دلار، ایرلند 74,000 دلار. خیلی عجیبه پیشرفت ایرلند در طی این سالها. اما اون چیزی که اول مثلا در سال 1900 می‌خواستم خدمتتون بگم این بود که برونئی اون زمان شاید پولدارترین کشور دنیا بود، که اینقدر ریزه که دیده نمیشه، یک بخشی از در واقع نزدیک مالزی و اندونزی. و به جز اینها کشور امارات هست که درآمد سرانه بالاتر از امریکا داره، ولی ملاحظه بفرمایید که کشور امارات از نظر امید به زندگی چقدر پایین‌تر از کشورهای پیشرفته است. بیشترین امید به زندگی ژاپن، واقعا یک کشور بی‌نظیریه که درآمد سرانه‌اش حالا به اندازه مثلا امریکا نیست، خیلی پایین‌تر از امریکا است، ولی امید زندگی بسیار بالا. متغیرهای مختلفی که در مورد امریکا در مورد ژاپن شما ببینید خیلی متفاوته. خب حالا من یه کاری میکنم، من یکی از این کشورها رو حذف میکنم یا دو تاشون رو حذف میکنم، اجازه بفرمایید دوستان، و دو تا رو حذف میکنم، ترکیه رو حذف میکنم، آمریکا رو حذف میکنم و ایران و ژاپن رو با هم مقایسه میکنیم از اول، ببینید وضعیت ایران و ژاپن به چه صورت بوده. خب در سال 1800 در ابتدای قرن 19 میلادی ایران و ژاپن، ژاپن باز در واقع طول عمر خیلی بیشتر از ایران بوده، ایران ولی از نظر درآمد سرانه جلوتر از ژاپن بوده. بعد زمان همون میجی و امیرکبیر و اینا شما میبینید که ژاپن داره به ایران میرسه و امید به زندگی خیلی خیلی بهتر میشه. جنگ جهانی اول که تموم میشه به شدت رشد میکنه ژاپن، جنگ جهانی دوم به شدت سقوط میکنه و بعد ملاحظه فرمایید ببینید چگونه ژاپن رشد میکنه و ایران درجا میزنه، در جایی که میتونسته ایران هم به ژاپن برسه، ولی ژاپن بسیار بسیار بهتر ناگهان رشد میکنه. در طی مثلا اگر از اینجا در نظر بگیریم، در سال 1950 مثلا شما در نظر بگیرید، دقیقا بعد از جنگ جهانی دوم، مثلا درآمد سرانه از 3350 دلار میرسه به 40,000 دلار، یعنی مثلا 12 برابر میشه درآمد سرانه به پول ثابت. بسیار خوب. خب دوستان اینو دیدید، حالا من یکی دو تا دیگر خدمت شما نشون میدم تا ببینید اینها چگونه ما میتونیم از این ابزار استفاده کنیم و چقدر شما فقط با اینا بازی کنید ببینید چقدر مطلب جدید به دست میارید. خب حالا اینو نگاه کنید، این میاد، این خیلی عجیب تره، این میاد کل درآمد سرانه کشورها رو با هم مقایسه میکنه. خب برمیگردم، کدوم کشور رو میخوام مقایسه کنم؟ ایران و کجا رو؟ دو تا میذاریم دیگه، یا یکی ایران یکی کشور دیگه، اندونزی باشه، یکی ایران رو میذاریم یکی اندونزی. ملاحظه فرمایید، یکی ایران یکی اندونزی. ما میریم جلو ببینیم که از چه سالی ما دیتا داریم. ببینید این دیتای کل دنیا هست، این نشون میده که در واقع درآمد، وضعیت درآمد سرانه دنیا به چه نحوه کل دنیا و در دنیا هم کشور مختلف چگونه بوده درآمد سرانه شون. مثلا این رنگ صورتی پررنگی که ملاحظه می‌فرمایید اندونزیه. اندونزی در سال 1812 یک سری از جمعیتش، ببینید یک سری از جمعیت، البته مقدارشون کم هست، ولی یک بخشی از جمعیت درآمد مثلا حدود 5 دلار در روز داشتن که خوب بوده.
ولی بخش عمده جمعیت زیر 2 دلار درآمد داشتند که در واقع گرسنگی میکشیدند. در میان کشورهای دنیا هم هند و هم چین تعدادی افراد متمول داشتند که اینا در واقع گرسنگی نمیکشیدند و متمولین جهان در سال 1812 خیلیشون در این دو کشور زندگی میکردند. ما جلوتر بریم. حالا ملاحظه میفرمایید اینجا رو ببینید، یک رنگ سبزی الان مطرح شد که این مثلا نیجریه است. البته ایران ببینید، ایران اصلا جمعیت کم بوده و درآمد سرانه زیر 2 دلار در روز بوده، که زیر 2 دلار در روز یعنی اکستریم پاورتی، یعنی افراد گرسنگی میکشیدن، از گرسنگی میمردن. دقت میفرمایید این وضعیت کل دنیا بوده که ایران هم استثناء نبوده. بعد میریم جلو، فرق زیادی نمیکنه، جمعیت در حال رشد، افرادی که زیر خط فقر بودن، اکثریت جمعیت دنیا زیر خط فقر بوده. تا سال 1900 اجازه بدید برسیم، وقتی که انقلاب صنعتی میشه در دنیا، شما یه دفعه میبینید یک کشورهای دارن تغییر میکنن. ملاحظه بفرمایید یک کشور اینجا هست مثل یونایتد استیتس در سال 1912 که بخش اکثر جمعیتش، نه همه جمعیت ولی اکثر جمعیت، بالای خط فقر هستند. یا کشور مثلا ترکمنستان و اینها بالاخره کشورهایی بودن که بالای خط فقر، یا کشور روسیه اون زمان، یا کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، اینها اکثر جمعیتشون بالای خط فقر بودند. اما باز هم مثلا شما چین رو ببینید، هند رو ببینید، اندونزی رو ببینید، ژاپن رو ببینید، مثلا ایران رو ببینید، اینها اکثر جمعیتشون هنوز زیر خط فقر هستند. ادامه میدیم. خب حالا ملاحظه بفرمایید، حالا داره دنیا دو قطبی میشه. ببینید یک سری از کشورها اصلا کامل اصلا از زیر خط فقر دارن خارج میشن. ملاحظه میفرمایید، ببینید، آها نگاه کنید، جنگ جهانی دو تموم شد، حالا یک سری از کشورها مثل آمریکا اصلا دیگه فقیر نداره، اکستریم پاورتی دیگه نداره، یا مثلا مثلا ژاپن، یا مثلا یک کشوری ایران. ببینید ایران چه شکلی شده. ایران بخش عمده جمعیتش بالای این 2 دلار الان قرار گرفتند، یعنی مثلا شاید 60% جمعیت فقیر نیستند. ولی در همون سال 1953 در ایران هم شاید 40% جمعیت هنوز دچار فقر غذایی هستند، درآمد زیر 2 دلار در روز دارند. وضعیت کاملا دنیا دو کوهانه میشه، جنگ فقر و غناست اینجا. ملاحظه میفرمایید کشورهای چین و هند و اندونزی بیشترین تعداد، و پاکستان و بنگلادش، اینا بیشترین تعداد فقرا رو در دنیا اون زمان داشتند، و کشور ژاپن از و امریکا و کشورهای آمریکای لاتین، اینا کشورهایی بودن که تقریبا دیگه فقر خیلی گسترده نداشتن، اکثر جمعیت بالای خط فقر بودن. در 1964 ببینید جهان دو قطبی، اون افراد، اون کشورهایی که در حال پیشرفت بودن، ملاحظه میفرمایید که کاملا دارن از خط فقر دور میشن. به حتی درآمدشون به 20 دلار در روز رسیده بوده که خیلی خیلی تغییر عمده داشته. اما یک کشور هست اینجا که جمعیت بسیار زیادی، دو تا کشور جمعیت بسیار زیادی رو اینها داشتند و هم تقریبا قریب به اتفاق این جمعیت بالای خط فقر بودن، ولی از میونه، ولی در هر دو این کشورهای تعدادی از افراد ببینید بالای 2 دلار رسیدن. 1983 هست. خب ببینید چین رو ببینید، بزرگترین چیز چین هست و هند هست. ببینید چین و هند با هم دیگه از زیر خط فقر در اومدن، یعنی اکثریت جمعیت از زیر خط فقر در اومدن، و این باعث شد که اصلا کلن این دو کشور باعث شدن که دنیا از مسئله فقر یه مقدار فاصله بگیره. و بعدها همین، فقط چین، یعنی پیشرفت‌های چین رو ببینید، درآمد سرانه چین باز بهتر از هند هم بوده و پیشرفت‌ها اتفاق افتاده. حالا یه بار دیگه می‌بینیم که کل دنیا فقیر بودن، اکثر جمعیت دنیا دچار فقر غذایی بودن، درآمد 2 دلار در روز، یعنی یا 1.9 دلار در روز، یعنی اینکه طرف حتی نمیتونه درآمد و خوب خورد و خوراکش برسه. ولی از 1900 تقریبا بعضی از کشورها تغییر میکنن، کشور امریکا به طور مشخص، کشور اروپایی تغییر میکنن، و که دنیا میره دو کاهانه میشه و میرسیم به بله الان ببینید دنیا دو کهانه شد، ولی رشد چین و ژاپن و هند و اینها وضعیت رو کاملا، وضعیت دنیا رو از نظر فقر غذایی تغییر داده. و در سال 2020 ملاحظه میفرمایید که کشور چین تقریبا میتونیم بگیم که اصلا
تقریبا میتونیم بگیم که فقر غذایی نداره، ولی کشور هند فقر غذایی گسترده داره. برخی از کشورها مثل نیجریه، مثل اتیوپی، کشورهای افریقایی هنوز فقر غذایی گسترده، مثلا در کنگو هنوز فقر غذایی فوق العاده گسترده‌ای وجود داره. در کل دنیا شما ملاحظه می‌فرمایید که حالا ببینید این یه جایی هست که مثلا فقر غذایی 2 دلار رو اگر در نظر بگیریم 12.4% مردم دنیا دچار فقر غذایی هستند، و اگر خط فقر نسبی رو مثلا 5 دلار در نظر بگیریم ملاحظه بفرمایید که 31% مردم دنیا دچار فقر نسبی هستند هنوز. و از اون طرف هم اگر که مثلا ثروت مطلق رو مثلا درآمد 100 دلار در روز رو یا 3000 دلار در سال رو شما به عنوان سطح تمکن در نظر بگیرید، تنها و تنها 2.5% مردم دنیا سطح تمکن ببخشید 1.5% مردم دنیا سطح تمکن بالا دارن، سطح تمکن خوبی دارن که بله، و این 100 دلار هم البته قدرت خرید هست، یعنی شاید مثلا 100 دلار در روز یا 3000 دلار در سالی که در امریکا مثلا من تجربه کردم معادل شاید مثلا 10-12 میلیون تومان 15 میلیون تومان در روز در ایران باشه. در فرمودی شاید مثلا بیشتر، اگر فرد خونه داشته باشه بله 10-12 میلیون تومان، اگر خونه نداشته باشه شاید مثلا 20 میلیون تومان، اگر کسی در روز در ببخشید 20 میلیون تومان در ماه درآمد داره معادل کسی است که در امریکا 3000 دلار در سال درآمد داره. سوالی دوستان ندارید؟ برم جلو. سوال نیست، بسیار ادامه بدیم. خب من دوستان میرم سراغ یک نمودار دیگری خدمت شما. حالا من چون میخوام نمودارهای مختلف رو خدمت شما نشون بدم، این نمودارها رو میشه روی مسائل مختلف میشه اینها رو در واقع روی اندیکیتورهای مختلف ما میتونیم از این نمودارها استفاده کنیم. اما الان ببینید من میام کار دیگه انجام میدم، اون هم این است که درآمد سرانه رو جی دی پی پر کپیتا رو در نظر میگیرم و ملاحظه میفرمایید که کشورهای مختلف چقدر تغییر کرده جی دی پی پر کپیتاشون، ولی این به صورت لگاریتمی هست این نمودار. بنابراین چین الان جی دی پی پر کپیتا شده 16000 دلار، تقریبا برابر ایرانه. کشور روسیه خیلی بهتره، 25000 دلار برابر ترکیه است، و کشور آمریکا خیلی بیشتر از روسیه است و 57000 دلار درآمد سرانه است. خب من اینا رو برمی‌دارم، سعی می‌کنم که چند تا از کشورهای همسایه خودمون رو در نظر بگیریم و ببینیم از سال 1800 تا کنون چه اتفاقی افتاده. ایران رو در نظر میگیریم، عراق رو در نظر میگیریم، افغانستان رو در نظر میگیریم و مثلا ترکیه رو. بله، حالا ملاحظه میفرمایید که نمیدونم چرا همه رنگا رو چون اینا همه در کشورهای در چیز بودن، در آسیایی بودن، همه رو به رنگ صورتی در نظر گرفته. من میام اینو ترکیب رنگ بندی رو تغییر میدم، مثلا میذارم که این رنگبندی رو بر اساس مثلا اینکام گروپ قرار میدم. خب ملاحظه بفرمایید حالا کشور افغانستان اینجا ببینید، این کشور افغانستان است. کشور ترکیه رو ببینید، کشور افغانستان و کشور ترکیه تا سال 1950 تقریبا در یک سطح قرار داشتن. کشور ایران رو ببینید، کشور ایران ببینید یکی از بهترین نمودهای توسعه در دنیا رو داشته مثلا از 1950 به بعد، بعد از قبل از انقلاب، نه بعد از انقلاب، از قبل از انقلاب ایران شکست میخوره در نظریه در واقع توسعه خودش. تا قبل از تا 1970 شما ببینید وضعیت ایران وضعیت مناسبی بوده، بعد کاهش پیدا میکنه، بعد دوباره بالا میره تا 1970 و مثلا 879، بعد انقلاب میشه و جنگ میشه و دیگه خلاصه این مسائل دیگه ایران نتونسته به سطح سابق خودش برگرده. ولی ترکیه ملاحظه بفرمایید که علارغم اینکه نفت نداره و مشکل تجارت خارجی و مشکل بدهی خارجی داره، خیلی خیلی با طمأنینه و خوب رشد کرده و به رشد خودش ادامه داده. افغانستان اصلا ببینید علارغم همه مثلا تلاش‌هایی که تمام دنیا سعی کردن به افغانستان کمک کنن، ولی افغانستان اصلا اقتصادش در واقع هنوز که هنوزه به مثلا سال 1930 نرسیده، در سطح سال 1920 قرار داره و این واقعا یکی از فجایع
اقتصادی در دنیا بوده واقعا که اتفاق افتاده. من میخوام مثلا بعضی از کشورهای دیگر رو در نظر بگیریم، مثلا زیمبابوه رو، مثلا یمن رو، مثلا تاجیکستان، ازبکستان، تاجیکستان مثلا اگر پیدا کنم، بله تاجیکستان، بسیار خوب، تانزانیا، تایلند. مثلا تایلند رو ببینید، تایلند پایین ترین میزری در دنیا، میزری ریت در دنیا رو داره. حالا الان میبینید که چجوریه. این کشورها هم که کشور فقیری بودن یا فقیری هستند. خب این چرا اعمال روی تایلند اعمال نشد؟ البته زیمبابوه، یمن، ترکیه، ترکیه رو برداریم، تایلند، عراق رو برداریم، ایران باشه، افغانستان باشه، ایران هم میخواد برداریم، بله ایران هم برمیداریم. این کشور رو با هم مقایسه کنیم، ببینید کشور تایلند هم خیلی عجیب رشد میکنه و توسعه پیدا میکنه، نرخ تورم بسیار پایین، نرخ بیکاری بسیار پایین و خیلی عجیبه این کشور. البته یک زمانی اسکولینگ تایلند مشهور بود که همه لیسانس دارن ولی هیچ کسی چی بلد نیست. این نمونه یک کشوری بود که توسعه سعی کرده بودن مثلا فقط به صورت کمی توسعه ایجاد کنن، توسعه آموزشی ایجاد کنن. ولی افغانستان و یمن و زیمبابوه اینها رو که میبینید، ببینید اینها همه شکست خوردن، یعنی همه وضعشون از قبل بدتر شده. اینها مثال های شکست توسعه در جهان هستن و اگر ما هم مراقب نباشیم، خدای نکرده، هیچ بعید نیست که در گرداب این کشورها مثل اینها در گرداب گرفتار بشیم. باید خیلی مواظب باشیم. خب اگر قرار باشه مپ رو در نظر بگیرم، حالا مپ رو که در نظر میگیریم، اندازه این در واقع اندازه هر کدوم از این دایره ها این پاپولیشن هست یا جمعیت در حال فرمایت. حالا میخواییم ببینیم که این جمعیت در طی سالهای مختلف چگونه رشد کرده. ایران رو مثلا به طور مجزا در نظر بگیریم. بله حالا ملاحظه بفرمایید، ببینید این الان مثلا نقشه جهان رو در نظر گرفته و هر چقدر ایران جمعیتش رشد کرده، این اندازه بزرگتر میشه، اندازه دایره بزرگتر میشه. تا سال 1870 و 1900 فرق زیادی نمیکنه، جمعیت به تدریج در حال رشد، ولی وقتی که به سال به سال 1970 به بعد شما این دفعه میبینید که جمعیت ایران، ببینید در حال بزرگ شدن ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، 1990 ادامه پیدا میکنه و اندازه بعد از سال 2014-15 2010 در نظر بگیریم، رشد جمعیت ایران به تدریج کند میشه. بسیار خوب. برحال یکی دیگه هم خدمتتون نشون بدم در مورد، ببینید اینها نمودارهای مختلفی هستن که در واقع محاسبات ما به کار میان. حالا من یه چیزی که خدمت شما نشون میدم برای این نمودار، من مثلا نشون میدم که مثلا لایف اکسپکتنسی مثلا آقایون در چه حدیه، لایف اکسپکتنسی آقایون در چه حدیه، روی نمودار به صورت نمودار میله‌ای من میخوام نشون بدم. آها ببینید این الان درست شد. لایف اکسپکتنسی یعنی امید به زندگی در سوئیس، سنگاپور، ایسلند، ژاپن، استرالیا و اسرائیل بالاترین هاست در دنیا برای مردان. بالاترین ها در دنیا برای مردانه. یک کشوری من میخواستم بهتون نشون بدم که لایف اکسپکتنسی مردا با زنان اینقدر تفاوتش بالاست که اصلا باور نکردنی. یعنی کشور پیشبینی میشه که این کشور فرو بپاشد به خاطر مشکلات جمعیتی که داره، روش جمعیت نداره و وضعیت خیلی وخیمی داره از نظر لایف اکسپکتنسی نسبت در واقع. بله ملاحظه بفرمایید، کشور روسیه کشور 125 جهانه، کشور روسیه 125 در جهانه، لایف اکسپکتنسی مردا 67 ساله. خودشون واقعا خانمای روس واقعا آرزوشونه که با خارجی ازدواج بکنن، خیلی علاقه دارن که با خارجی ازدواج کنن، چون مردان روس به دلیل یک فرهنگ غلطی که دارن که الکل مصرف میکنن و البته از بقیه هم حتی کمتر مصرف میکنن، مثلا شاید بعضی از کشور اروپایی خیلی بیشتر مصرف میکنن ولی یه دفعه مصرف میکنن، یعنی در طول هفته الکل مصرف نمیکنه، فقط یه شب مصرف میکنه. به خاطر مشکلات کبدی خیلی از اینا از بین میرن و
و اطرافش هم می‌بینیم مثلا قرقیزستان هم همینطوره، بعد اوکراین هم همینطوره، روسیه هم همینطوره. ببینید همه شباهت دارن به هم دیگه به خاطر مصرف بالای الکل. بعد ملاحظه فرمایید که کم پایین‌ترین لایف اکسپکتنسی در جهان 51 سال مربوط به کشور آفریقای مرکزی لسوتو، جمهوری چاد، کشور مورد علاقه بنده در درس توسعه، نیجریه، سیرالئون، سومالی، اینها کشورهای آخر جهان هستند که حدود 50 تا 55 سال لایف اکسپکتنسی این کشورها هست در مقابل 82 سال کشور سوئیس. بعد اجازه فرمایید که ما کجا بودیم لایف اکسپکتنسی داشت. حالا لایف اکسپکتنسی خانم ها رو که در نظر بگیرید، این که میگم روسیه خیلی مشکلش بالاست اینجاست. ببینید لایف اکسپکتنسی خانم ها رو که در نظر بگیرید، ژاپن اول با 87 سال، یعنی اصلا شما تعداد زیاد خانم های خیلی پیر در ژاپن میبینید با موهای سفید یک دست و اینها دیگه زندگی میکنن دیگه، مثلا بازی کامپیوتری انجام میدن و بعض وقتا سفر میرن و یه زندگی خاصی دارن برای خودشون، سرمایه گذاری میکنن. الان من فکر میکنم مثلا با اون برداشتی که ازشون دارم، الان اطلاع ندارم، ولی فکر میکنم افتادن تو بال بیت کوین، چون اینا پول خیلی زیادی دارن، تنها هم زندگی میکنن خیلیشون، بعد اصلا زندگیشون خیلی عجیبه. به هر حال کشورهای ژاپن، اسپانیا، کره جنوبی، سنگاپور، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، استرالیا، پرتغال، فنلاند بالاترین لایف اکسپکتنسی برای خانم‌ها رو در دنیا دارن و شاید باور نکنید که مثلا کشور انگلیس رتبه 26 رو داره با 83 سال، خیلی پایین‌تره. و کشور امریکا رو می‌خواستم خدمتتون نشون بدم که کشور ترکیه مثلا 80 ساله، کشور تایلند 80 ساله، لبنان 80 سال، خیلی بالاست. بعد امریکا با اون همه هزینه‌های درمانی و سلامتی که انجام میدن 81.5 ساله. خب حالا دقت بفرمایید، این لایف اکسپکتنسی بعد برای لایف اکسپکتنسی روس ها خانوماشون 77 ساله. ببینید تفاوت لایف اکسپکتنسی خانوما و آقایون در روسیه چقدر بالاست، و البته از خانوما ایرانی کمتر عمر میکنن، خانوما ایرانی 78 سال عمر میکنن، ولی مردای ایرانی هم خب بالاخره این مقداری عمرشون نقد نیست. به هر حال بگذاریم. خب در مورد اقتصاد من یکی دو تا مثال دیگه برای شما بزنم و دیگه حالا برم یک نمودار دیگر رو خدمتتون نشون بدم در مورد بر خودتون. این وبسایت گپ مایندر رو انشالله تا جلسه بعد خودتون دیگه این رو استفاده کنید و بهره ببرید که واقعا عالیه. ببینید این نمودار جمعیتیه، دقیق می‌فرمایید نمودار جمعیتی کل دنیاست. حالا اگر نمودار جمعیتی کل دنیا رو شما بیاید برای ایران مثلا ایران رو جدا کنید، ایران ببینید، ایران نمودار جمعیتی خیلی عجیبی داره که یک قسمتی از نمودار جمعیتی بیرون زده. ببینید در حدود 33 سال، 34 سال، این 33 ساله ها اگر شما بین 30 سال تا 35 سال هستی، تسلیت عرض میکنم خیلی وضع سختی دارید. برعکس مثلا 25 ساله ها امکانات خیلی بیشتری دارن، همون امکانات قبلی رو این نسل میگذره ولی نسل بعد خب استفادهشو میبره. بله بای ایج، اجازه بدید ببینم اینا میتونم دو طرفه بکنم. بله حالا برها این رو حالا اگر بخواید که به صورت چیز ببینید، به صورت در واقع از 1950 بعد آینده ایران هم ببینید، نگاه کنید یعنی 1960-1970 ببینید که هرم جمعیتی چگونه تغییر میکنه، 1992 ببینید حالا اون جمعیتی که به دنیا اومدند هرم جمعیتی یه پیک اولو میزنه. بعد در سال الان چند هستیم؟ اجازه بفرمایید سال رو من، بله 2020 الان ببینید یه پیک زدیم، یه پیک دیگه ممکنه بزنیم، دقت فرمودید؟ حالا بریم جلوتر، از 2020 داریم بریم جلوتر. ملاحظه بفرمایید جمعیت در حال پیر شدن هست، پیک دوم میزنه. ببینید حالا دیگه ایران یکی از پیرترین کشورهای دنیا میشه، دقت میفرمایید؟ یعنی مثلا افرادی که مثلا زیر سن مثلا 20 سال هستند، یک چیزی مثلا حدود 1/3 جمعیت.
و اکثر جمعیت مثلا بالای 50 سال هستن. ملازم فکر اکثر جمعیت من فکر کنم بالای 40 سال باشه اون زمان. خیلی وضعیت خطرناکی ایران داره از نظر هرم جمعیتی در آینده. بله، تا سال 2100 پیش بینی میشه که بعدها هرم جمعیتی ایران به شرایط مناسبی در آینده میرسه. بسیار خب دوستان عزیز، فقط اجازه بدید من. بله، جهانم شما یه بار ملاحظه بفرمایید، این وضعیت جمعیت جهان باید میزدیم. بله خب، ما یه بار چک کنیم ببینیم جهان چشه به چه شکلی از هرم جمعیتی. ملاحظه میفرمایید در جهان هم قبلا جمعیت جوان بسیار بسیار بیشتر بوده، به تدریج میریم به سمت اینکه به یک تعادلی برسیم، یعنی میبینید که پیک زده و این پیک در حال رشد هست و دقیقا شبیه ایران، ولی بعدا رشد جمعیت جهان ادامه پیدا میکنه. ملاحظه بفرمایید علی حال جهان هم بعد از 1960-1970 به یک حالت تعادلی خواهد رسید. خب برمیگردیم خدمت شما عزیزان. دوستان عزیز اگر که سوالی باشه من در خدمتون هستم. نه، نیاز به فیلتر شکن نداره. گپ مایندر اجازه بده بنویسم. ببینید حالا این کلمه رو می‌نویسم. گپ مایندر .com. گپ مایندر وقتی که شما در مترو هستید، در مثلا در لندن، خدا نصیب کنه، خدا به شما توفیق بده، در لندن اگر باشید وقتی مترو سوار میشید میگه پلیز مایند د گپ، یعنی مواظب باش که فاصله داره، قطار و ایستگاه فاصله داره. در واقع گپ مایندر از اونجا اومده، این فاصله بین کشورها رو میخوایم کشف کنیم. آها، اجازه بدید ببینم یه لحظه، اجازه بفرمایید من ببینم گپ مایندر رو، خود گپ مایندر رو بزنم من خدمتتون بگم کجاست. گپ مایندر مال من که داره همین میاد. بذار ببینم. خب بله، گپ مایندر میرید، بعد توی گپ مایندر بله، بعد میرید توی ریسورسز. آره، بعد میرید Understanding a Changing World. بسیار خوب، به نام Tools هست. ببینید الان من دارتون کپی کردم، میارم روی صفحه Ctrl V. ببینید این آدرس GapMinder هست، همینجا گذاشتم، توی چت گذاشتم همینجا Ctrl V، هم در Discussion Note گذاشتم. خب ببینید لینکش رو. بله، بسیار خوب. gapminder.org/tools. استاد، افزایش تورم در آمریکا منجر به افزایش نرخ بهره در آمریکا خواهد شد. آیا با افزایش نرخ بهره شاخص دلار افزایش پیدا خواهد کرد؟ من نمیدونم، ممکنه. نمیدونم. شاخص دلار افزایش پیدا کنه، طلا کاهش پیدا میکنه. اگر تورم افزایش پیدا کنه، قیمت طلا بالا میره. واقعا کدومش اتفاق بیفته؟ خیلی سخته تعیین اینکه چه وضعیتی پیش میاد. یعنی آیا تورم جلو میفته از سیاست گذاری پولی در نهایت، یا سیاست گذاری پولی و تورم تفوق پیدا میکنه؟ نمیدونم. الان شما میبینید قیمت طلا افزایش پیدا نکرده، به همین دلیل دیگه. بگم طلا خیلی افزایش پیدا نکرده، چون افراد فکر میکنن که با افزایش نرخ بهره رشد قیمت طلا متوقف خواهد شد. بنابراین اگر انتظارات تورمی مثلا روی طلا نباشه، خب قیمت طلا رشد نمی‌کنه. پس ببینید چقدر سیاست گذاری پولی و هدف گذاری نرخ بهره مهمه. گفتن نظرتون در مورد قرارداد 25 ساله چیه؟ قرارداد 25 ساله نمیدونم، آخر اطلاع نداریم که، ولی خوبه که ما با همه کشورهای دنیا قرارداد تجاری ببندیم. استاد، علت رشد قیمت‌های جهانی کالاها چیست؟ به خاطر اینکه سیاست پولیست، به
خاطر سیاست پولی انبساطی قیمت کامادیتی در دنیا داره رشد میکنه. اگر این سیاست انبساطی پولی متوقف بشه، رشد کامادیتی هم نه فقط متوقف بشه بلکه ریزش داره. نمیشتم اصلا قرارداد بلند مدت بهتر یا کوتاه مدت در کل؟ نمیدونم منظورتون کدوم قرارداده. قراردادهای تجاری بلند مدت خیلی خوبه، خیلی خوبه، باید همین باشه. یعنی باید همینجوری که با چین قرارداد میخوام ببندم، با روسیه هم ببندم، با اروپا، با آمریکا، با همه باید اینجوری قرارداد ببندم. چه شرکتایی توی قرارداد با چین میتونن موفق باشن؟ همه، خیلی از شرکت‌ها میتونن موفق باشن. اصلا بنده رشتم اقتصاد نیست و امکانش هست بعد از 8 دوره حساب کلام یک دوره مثلا 10 یک دوره مثلا 10 دورهش کنید، دو دوره فقط اقتصاد ایران تدریس کنید. اصلا اقتصاد ایران آخه تدریس نداره که. بعد می‌فرمایید اقتصاد ایران که تدریس نداره آقای جانتان. ولی من یک کاری دارم میکنم که اگر دوستان به من کمک میکردن خب سریعتر انجام میشود. من میخوام که سمینار اقتصاد 1400 داشته باشم، بعد در مورد ابعاد مختلف اقتصاد ایران اونجا صحبت کنم. این خیلی بیشتر به نفع شماست، هم از نظر هزینه، مثلا 3 ساعت 4 ساعت ما در واقع وبینار میگذاریم و همه چی رو توضیح میدیم. دوستان یه زحمتی بکشید، اگر که فکر میکنید مطالب کلاس خوب بود، لطف بفرمایید مطالب کلاس رو در واقع تبلیغ کنید، به دوستانتون هم بگید، چون من میدونم که این کلاس در نهایت خیلی راضی خواهید بود. من میدونم راضی خواهید بود و هر کسی هم یک نفر به یک نفر از دوستان بگه که هم دوستانتون رو میتونید به اقتصاد علاقمند کنید، هم این که ما بتونیم به راهمون ادامه بدیم، متوقف نشه راهمون. چه زمانی سیاست‌های انبساطی موفق خواهد بود؟ خواهد شد وقتی که انتظار تورمی نباشه. آقای رنجبرا سوال خیلی خوب مطرح کردید. اگر انتظار تورمی در اقتصاد باشه، هر چی شما خلق پول می‌کنی همش تبدیل به تورم خواهد شد. گفتن بیت کوین، نمیدونم منظورتون چیه. استاد، آیا ممکنه که دولت‌های جهانی به دلیل احتمال تورم نرخ بهره رو بالا ببرن؟ بله بله، چرا ممکنه، حتی به نرسیدن اشتغال مفید؟ بله بله ممکن است. استاد به فکر ساخت اپلیکیشن هم باشید؟ بله به فکر سایت و اپلیکیشن هم هستم دقیقا. خیلی خیلی میخواییم کارهای متنوعی انجام بدیم، خیلی برنامه ها داریم، ببینیم به کدومش میرسیم. استاد نرخ تورم که الان بالاست، با توجه به انتظارات تورمی، انتظارات تورمی پایین و احتمالا توافق برجامی، دولت بعد نرخ بهره رو بالا میاره یا نگه میداره و پایین بیاره؟ والا من فکر نمی کنم اینجا کسی این مسئله بدونه که نرخ بهره رو بالا ببره، اما اگر انتظار تورمی کاهش پیدا کنه ممکنه که، چون ما که بعیده کسی نرخ بهره رو بالا ببره، ولی اگر شرایطی پیش بیاد که به تدریج نرخ بهره رو کاهش بدیم اصلا اوضاع کلا حل میشه. انتظارات تورمی در اثر مسائل سیاسی بیشتر به وجود میاد. خیر، انتظار تورمی دقیقا به خاطر تورم به وجود میاد، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی به اون سمت میره. معمولا استاد در فکر کارآفرینی و ثبت شرکتی هستم که بتونه در قرارداد چین چیزی سهیم باشه، نظر شما رو میخوام بدونم. ان شاءالله خیلی کار خوبیه. ببینیم هنوز که قرارداد چین اصلا به جایی نرسیده. عرضه اوراق بدهی تا چه سطحی نسبت به بودجه درست بده؟ تا همه سطح هر چیز که سری بودجه داریم باید توسط اوراق بدهی تامین بشه تا وقتی نرخ بهره به نرخ تورم انتظاری برسه. اگر نرخ بهره به نرخ تورم انتظاری برسه، پالیسی اسپیس بسته میشه، فضای سیاست گذاری بسته میشه، یعنی از اون بعد دیگه نمیتونی شما بیش از اون در واقع اوراق بدهی چاپ کنی. البته ممکنه 1-2% 3% بالاتر از نرخ تورم انتظاری هم باز مشکلی نداره، میتونیم ادامه بدیم. معمولا اگر این کارو بکنیم نرخ تورم شروع میکنه کاهش یافتن و به تدریج نرخ تورم به همین سطحی که کشور پیشرفته هستن میرسه. کاملا موافقم، خواهش میکنم آقای رنجبر. بسیار خوب دوستان عزیز، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خسته نباشید، سپاسگزارم از حسن نظر شما، از صبر شما و از حضور شما در کلاس. به امید دیدار در شب چهارشنبه. خدا نگهدار شما.